با عرض سلام و خوش آمدگویی به تک تک شما عزیزان، همراهان و مهمان محترم برنامه امروزمون. امروز با یک فرخوان ویژه در خدمتتون هستیم از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. کمیته های برگزار کننده، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو، کمیته پژوهش و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان هستند. مهمان برنامه‌مون سرکار خانم دکتر رها ثابت سروستانی که به موضوع حق اعتراض، نابرابری، تبعیض و خشونت می‌پردازیم. امروز دوم مهر ماه 1401 مصادف با 24 سپتامبر 2022 ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی. من بدون فوت وقت دوست دارم برم سر موضوع داغ مهسا امینی، متولد 25 شهریور 1379. دختر 22 ساله ایرانی که در 22 شهریور 1401 پس از دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران در اثر ضرب و شتم به ماموران گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی ایران دچار شکستگی جمجمه و مرگ مخفی شد و جونش را از دست داد. و ما امروز شاهد اتفاقات دردناک و تلخ در کشورمون هستیم و می‌بینیم که جوونا در ایران ساکت نموندن و به حق خواهی بلند شدن. من پیشا پیش از این که صدام می‌لرزه و احتمالاً توپق بزنم ازتون عذرخواهی می‌کنم. خانم ثابت، اگه مایل باشید بحث رو با شما شروع می‌کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که دور هم جمع شدیم به همت کانون حقوق بشر ایران و یک فرصتی فراهم شده در این روزهایی که همه ما به نوعی فکر و ذهن و قلبمون با اینکه بیرون از ایران هستیم ولی با همه مردم ایران گره خورده محکم، عمیق و شاید خیلی از ما قلبمون با قلبمون ها داره میتبه، همراه با قلبمون ها میتبه. اولا خیلی تشکر میکنم از کانون شما به دلیل اینکه این فرصت رو فراهم آوردن تا در کنار هم دیگه بتونیم صحبت بکنیم. من میدونم که هر یک از دوستانی که اینجا حاضر شدن مطلبی برای گفتن دارن که میتونه ذهن و فکر ما رو نسبت به مسئله‌ای که پیش اومده آگاه تر بکنه. بنابراین خیلی صحبت آنچنانی نخواهم کرد ولی مایل هستم که با همدیگه این موضوع رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. به دلیل اینکه متنی که ما داریم الان دربارش درش قرار گرفتیم و صحبت میکنیم موضوع حقوق بشر هست، خیلی مایل هستم که گفتمانهای ما از لنز حقوق بشری در مورد قضیه‌ای که در ایران اتفاق داره میفته، اعتراضاتی که شده و در واقع پرپر شدن مهسا امینی، قربانی شدن او و قربانی شدن افرادی امثال اون. بنابراین سمت و سوی گفتمانی که امروز ما خواهیم با هم خواهیم داشت در این کانتکست حقوق بشری خواهد بود و من خواهش میکنم همه ما وفادار به این مطلب باشیم تا بتونیم با همدیگه یک گفتگوی معنادار، ارزشمند و هدفمندی رو داشته باشیم. خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون که نابرابری، تبعیض و خشونت موضوعاتی هستن که نه تنها میتونن زائیده همدیگه باشن بلکه باعث تقویت همدیگه هم در یک جامعه یا یک گروه یا یک خانواده میشن و در برابر این نابرابری، تبعیض و خشونت هیچ کسی سکوت نمی کنه. شاید گروهی سکوت می کنن، افرادی تصمیم می گیرن سکوت کنن، ولی به هر حال واکنش هایی صورت می گیره.
اون چه که ما امروز میخوایم دربارهش بیشتر صحبت بکنیم این تنوع واکنش هایی هستش که افراد و یا گروه ها و جوامع در واقع در طول تاریخ بشر سعی کردن یا یاد گرفتن یا از همدیگه الگو برداری میکنن و اون رو به اجرا در میارن. نه تنها میخوایم این واکنش ها رو با همدیگه بررسی کنیم و هر کدوم از ما ممکنه یکی از اونها رو بگیم، بلکه میخوایم بگیم نتایج اون هم چطور بوده. قطعا همه ما میدونیم که یکی از بارسترین و شاید تکرار شده بارها و بارها در طول تاریخ در برابر نابرابری، تبعیض و خشونت واکنش اعتراض بوده. بعضی مواقع واکنش سکوت، بعضی وقتها صبر و بعضی وقتها هم خشونت رو دیدیم، یعنی اعتراضی که به خشونت کلامی و خشونت فیزیکی تبدیل شده. باز تاریخ به ما نشون داده که بسیار از این اعتراضات که به اشکال مختلف خودشو نشون داده، حالا چه به صورت غیر خشونت آمیز، یه الگوی اون رو در هند میبینیم، به اشکال مختلف خشونت کلامی، فیزیکی، خرابکاری و غیره که در خیلی جاهای مختلف دنیا اون رو داریم هنوز هم میبینیم، میدونیم که نتایج اون به وجود اومدن تغییرات بوده. ولی میخوایم بازم این موضوع رو نگاه کنیم که تا چه اندازه اون تغییرات پایدار بوده و اون تغییرات که بر یعنی در نتیجه یا میوه یا ثمره این خشونت ها بوده در واقع باعث ایجاد برابری و تساوی و رفاه برای کل شده. میخوام بگم حافظه ما هنوز به یاد میاره که خیلی شبیه به همین اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته در کشورمون، در کشورهای دیگه همسایه هم اتفاق افتاده، در جاهای دیگه دنیا هم اتفاق افتاده. میخوام بگم که شاید برگردیم به 40 و چند سال گذشته، همین اتفاقات رو میتونیم کم و بیش به یاد بیاریم. شاید بعضی از ما هنوز خیلی موقع جوانتر بودیم یا کودک بودیم، ولی به هر حال مستندایی که دیدیم یا ساخته شده در طول این زمان ها به ما به یاد ما میاره که شبیه به همین اتفاق عکس العمل که در حال حاضر داره میفته اتفاق افتاده. و میدونیم که بعد از هر تغییر بنیادین بزرگترین اتفاقی که همه آدما منتظرش هستن بیفتن اینه که حالا اگر یک چیز نظمی تغییر کرد، یک سیستمی تغییر کرد، چی اتفاق میفته؟ و اون چه چیزی اتفاق میفته شاید اون موضوعی هستش که نه فقط باید بعد از اتفاق تغییر بهش فکر کرد، بلکه باید میخوام بگم تمام واکنش هایی که در حال حاضر هم اتفاق میفته یک هدفی رو دنبال بکنه، یک آینده رو متصور باشه. مثلا خیلی دوست دارم همه ما در حالی که نظراتمون رو میگیم به این موضوع فکر کنیم که ما چه تصویری داریم اگر فکر کنیم که در چند روز آینده این اون چیزی که می‌خواستیم به دست بیاد، اون چیزی که می‌خوایم به دست بیاد چی هست، چه تصوری ازش داریم، اون چیه، چجوری خواهد بود. هر چند نفری که دوست دارم میتونن در مورد بگن تا چه اندازه فکر می‌کنیم که شیوه‌های اجرایی و تا چه اندازه الان که داریم در واقع به نوعی سعی میکنیم تغییرات به وجود بیاریم و روش هایی هم برای این تغییرات انتخاب کردیم، تا چه اندازه در واقع داریم به این فکر میکنیم که شیوه های برنامه ریزی، اجرایی، سازماندهی، سیاست گذاری حتی اون رو درش در واقع داریم میبینیم. یه کوچیک دیگه عرض کنم خدمتتون و بعد مایلم هستم از دوستان بشنوم. مثلا اگر ما همچنان به این فکر میکنیم که هیچ انتقادی ندارم به این عبارت، میدونم که میتونه از سر خشم باشه، ولی میخوام بگم وقتی که هنوز ما میگیم میکشم کسی که خواهرم کشت، این ایده چطور میتونه اگر همه چیز متوقف درست بشه و در واقع ما فکر کنیم که حالا
یه جامعه دستمونه که میخوایم درستش کنیم، اون چیزی بشه که میخوایم، این عبارت تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در شیوه های برنامه ریزی و سیاست گذاری های ما؟ میخوام بگم تا چه اندازه ما میتونیم به این فکر کنیم که اعتراضات میتونه شیوه های مختلفی داشته باشه و توی درجه هایی با آگاهی و هدفمندی و حتی میخوام بگم یه قدم عمیق‌تر یک برنامه ریزی باشه و فقط تغییر آنی و در واقع شاید میخوام بگم انقلابی به اون شکلی قبلا هم یه بار تجربهش کردیم، نه فقط در کشور خودمون بلکه در کشورهای دیگه هم ملاحظه کردیم اون رو یا خوندیم حداقل در تاریخ، واقعا نمیتونه تغییرات تا چه اندازه میتونه، نمیخوام بگم نمیتونه، تا چه اندازه میتونه تغییرات بنیادین و پایداری رو به وجود بیاره که ثمرش برابری و رفاه برای تک تک افراد اون جامعه باشه، از هر قوم، زبان، نژاد، نوع تفکر، نوع پوشش، مذهب و مرام، فلسفه، سواد، هر چیزی که هستن. بنابراین شاید بیایید با این در واقع سوال شروع کنیم با هم دیگه، تا چه اندازه ما داریم به عنوان کسانی که داخل ایران هستیم یا خارج از ایران هستیم به این موضوع فکر میکنیم که دنبال چه چیزی هستیم واقعا و برای چه چیزی داریم با هم دیگه در هر باری که یک جنبشی در ایران اتفاق افتاد بیشتر به هم متحد شدیم و نزدیکتر شدیم، اون چیزی که داریم بهش نگاه میکنیم چی هست و تا چه اندازه اون هدفه برای هممون روشنه یا به هم نزدیک هست اون هدفه تو ذهن همه ما. چون فکر میکنم یه گروه خیلی خوب متنوع اینجا جمع شدیم، بذارید حداقل ببینیم همین گروه 40-50 نفره‌ای که هممونم ایرانی هستیم داریم به چی نگاه میکنیم، اون تصویره چی هست تو ذهن ما. هر کدوم از دوستان که مایل هستن شروع کنن میتونیم شروع کنیم و همینطورم با سوالات بعدی یا خود شما میتونید سوالاتی رو مطرح کنید که تو این دقایقی که کنار هم دیگه هستیم نه فقط یک گفتمان معنادار بلکه عملی، یعنی بعد از این بدونیم که ما میخوایم واقعا الان من در ایران در این خارج از ایران هستم چطور میتونم یه قدمی بردارم برای ساختن اون تصویر. در خدمت بله دوستان که مایل هستن مشارکت کنن لطفا با علامت دست راهنمایی بکنن، دوستان که ادمینان مایکو در اختیارشون میذارن. خانم ویدا در چت نوشتن با تشکر از آنجایی که با وقت ما فرق زیادی دارد ضبط کنن به توانیم در خیار ارماندان بزنیم که بعدن گوش بدن. بله برنامه ضبط میشه و خانم دوشت اگه مایل بودن در اختیارشون قرار گرفتیم. جناب آقای پرویزی بفرمایید. ممنونم از شما خانم دکتر، خانم دجان مرسی که از سوال خوبتون و اینکه وقت در اختیار من قرار دادید. ببینید من عملا از سال 88 اعتراضات 88 و قبل از اون 78 حتما 78 حالا خیلی درگیرش نبودم چون بود سن نوجوانی، ولی از سال 88 به این بعد من عملا در مردم هیچ کدوم خواسته درستی رو ندیدم، یعنی هر کسی بی هدف داشت برای خودش یه حرکتی میکرد، حرکت ها خود جوش بود، حرکت ها بی هدف بود، حرکت ها کاملا اصلا از نظر من بیهوده بود، یعنی ما یه خواسته هایی داشتیم که تو همون زمان که اصلا شاید اگر خودمونم بهش فکر میکردیم خنده دار بود، فقط تلاش میکردن که این جمهوری اسلامی ایران نباشه، یعنی بیشتر به خاطر این بود و خیلی بی هدف. خب اومدیم سال 96 یه خورده منسجمتر شد، یه خورده اتحادها بیشتر شد و اینکه خب صحبت‌هایی که میشد دیگه متفاوت بود با سال 88، خواسته ها متفاوت بود، اما من همچنان فکر میکنم که
جنگ جنگ تبلیغاتیه. من فکر میکنم هر شخصی که در فردای آزادی ایران تبلیغ بیشتری بکنه و هزینه بیشتری بکنه به راحتی بتونه در رأس دولت قرار بگیره، حالا یا اسمش میشه هر چی گذاشت، جمهوری گذاشت، سلطنتی گذاشت، هر چیزی که اسمش هست. من بعضا با خیلی از دوستان که صحبت میکنم عملا، حالا شاید به شوخی میگم این رو، میگم که دقیقا اگر که هزینه هایی که الان برای این اپوزیسیون هایی که داره انجام میشه برای یه درخت هم میشد، اون درخت شانس بیشتری داشت برای این وضعیتی که الان هستیم. اما نکته‌ای که هست، این سری دیگه دوستان، هموطنان و کسانی که الان در عرصه این وضعیت هستن و وارد این خیزش مردمی شدن، هدف محکمی دارن. هدفشون اینه که ایستادن که این جمهوری اسلامی ایران قطعاً چاره‌ساز نیست براشون. یعنی دیگه به این نقطه رسیدن که چاره ساز نیست، هیچ کاری نمیتونه، از این اصلاح طلبی نمیتونه جواب بده، یا اصولگرایی نمیتونه جواب بده، یا حالا تندروها دیگه هیچ، عملا هیچ کاری دیگه نمیتونن برای اینا انجام بدن. بنابراین خواسته خوبیه، اتحاد خوبیه، یک همبستگی خوبی شکل گرفته، خیلی بهتر، خیلی بیشتر از قبل. اما از نظر من هنوز خلاهای بسیار زیادی وجود داره بابت اینکه ما داریم از دموکراسی حرف میزنیم در جامعهمون، ولی معنای اون دموکراسی رو نمیدونیم. یعنی از الان ما داریم، خب نمیخوام جسارتی کنم به هیچ اپوزیسیونی و حالا چیزی، ولی اسم میارم چون خیلی بولد شده، الان مثلا داریم اسم میاریم سلطنت طلب ها، رضا پهلوی رو دارن صدا میزنن، در این حالی که اگه قرار بر دموکراسی باشه اسمی نباید الان وجود داشته باشه. ولی تبلیغات همه به نفع اونه در بین این اپوزیسیون هایی که وجود داره. من خودم فکر میکنم که الان شانس بیشتری داره به دلیل هزینه های بیشتری دارن میکنن. اما در هر صورت من خیلی خوشبین هستم به این قضیه که اتفاق افتاده، ولی همچنان خلاها رو خیلی زیاد میبینم که این اتفاقاتی که داره میفته در آینده هنوز خیلی از مردم ایران بی هدفن، فقط میخوان اینا نباشن. ممنونم، من در ادامه حتما در خدمتون هستم، به خاطر اینکه وقت رو خیلی صحبت نکنم دوباره در ادامه در خدمتون هستم. ببخشید. بسیار بسیار عالی بود. من ممنونم از این تحلیل تاریخی که کردید و اینکه حقیقتاً تاریخ هم نشون داده، حداقل علوم جامعه شناسی و سیاسی هم این رو اشاره میکنه که بی هدفی ما رو به خشونت میکشونه، به دلیل اینکه نمیدونیم میخوایم به کجا برسیم. وقتی که صبرمون رو از دست میدیم، یعنی میخوام بگم خیلی از این چیزایی که الان داریم میبینیم که آزار میده، هممون آزار میده، واقعا به خاطر اینه که هزینه که میدیم نمیدونیم داره برای کدوم سمت میره. و من خیلی خوشحالم که اینو گفتید، ولی همه ما اینو میتونیم گواهی بدیم به اینکه هر جنبشی که اتفاق افتاد توش یادگیری هایی بود، همطور که شما هم اشاره کردیم و هممون میدونیم، و این بود که بیشتر و بیشتر گروه های متفاوت در کنار همدیگه یاد گرفتن چطوری با هم قدم بردارن و همدیگه رو بپذیرن. و این هزینه اون، شاید اون بی هدفی ها، اون خلاها، ولی این که ما تونستیم همدیگر رو بپذیریم و در کنار هم راه بریم، حداقل هنوز راه داریم، این خلاها باید پر بشه. این جمله شما رو من نوشتم که خلاها رو بشناسیم و سعی کنیم ماها ببینیم هر کدوم سهممون چطوری ادا میکنیم. این میتونه مطرحی باشه که در ادامه اگه دوستان دیگه دوستانم بهش بپردازن. من توی لیستم مونا خانم رو نوشتم و بعد خانم الهه پارسا. حالا اگر که میخوان صحبت کنم میکروفونشون باز کن. مثل اینکه قبل از من مونا خانم هستم. بله علی، یه بار که دستشون رو بلند کنم که من بتونم مایک رو برشون باز کنم خوب میشه، ولی فکر کنم نیستن.
کنم نادوتا بیرون. آره احتمالا. الهی خانم بفرمایید. خانم پارسا بله میشنم. درود خدمت این جمع بسیار عزیز. چقدر خوشحالم که یک همچون موضوعی داره مطرح میشه در زمانی چنین حساس و کارساز. در مورد خشونت و مبارزه با خشونت همیشه یه جمله خیلی من رو تحت تاثیر قرار میداد، جمله که میگه اگر یه فکر نفرت و انتقام به فکرت خطور کرد، اون رو با یک ایده از عشق و دوستی اون رو پایمال کن. فکر میکنم برای مبارزه با خشونت ما بعد از 40 سال هنوز نمیتونیم لفظ انتقام رو به کار ببریم. اگر یعنی هنوز اگر قلبمون، افکارمون پر از خشم و نفرت باشه، دوباره برمیگردیم به همین حالی که بودیم و همین مرامی که تا حالا ادامه داشته. تنها راه من فکر میکنم اگر فکر کنیم که ما ایران عزیزمون رو میتونیم نجات بدیم با اتحاد، با یکرنگی، مثلا در این زمان که ایرانیان عزیز منتظرن این جهش، این خیزش رو ببینن، مخصوصا از دوستانی که در بیرون از ایران هستن و فضای بازتری دارن، امکانات بیشتری دارن، اگر ما به یه نحوی بتونیم این همبستگی، این اتحاد رو بهشونشون بدیم، در کشورهایی که هستیم از حاکمین کشور خودمون تقاضای همکاری کنیم با نامه ها، با بدون اینکه اصلا ابرازی از خشم و انتقام یعنی از ایراد بشه، فقط نشون بدیم همبستگیمون رو، من فکر کنم یک قدمی، یک کمک کوچیکی به عزیزانی که در ایران این همه دارن پرپر میزنن، این همه دارن شجاعت به خرج میدن، شاید از این راه ما بتونیم یک کمکی کنیم. خیلی ممنون از دکتر رهای عزیز که چقدر قشنگ موضوع مطرح کردن و همچنین دوست عزیزی که برنامه رو با پیشنهاد قشنگی ارائه دادم. خیلی ممنون از این جمع بسیار قشنگ. فکر میکنم خانم پارسا یک موضوعی رو مطرح کردن که حقیقتا جا داره بهش نگاه کنیم. توی ذهن منم بود و فکر میکردم یه جاهایی وسط برنامه بگم که برای ما که خارج از ایران هستیم، یکی از بهترین اقداماتی که میتونیم برداریم اینه که با مسئولین، حالا خانم پارسا اشاره کردن با مسئولین ایرانی که هستن در خارج از ایران، ولی من فکر میکنم با تمام کسانی که در زمینه ی حقوق بشر یا مسائل مربوط به زنان یا هر کسی، دانشگاهیان، هر شکلی که هست، با اونها مسئله رو براشون بگیم این موضوع رو که داره در ایران چه اتفاق میفته. چرا؟ چون اگه مسئله حقوق بشری هست، یعنی مسئله انسانه. شاید ما تا حالا سکوت کردیم، مثلا بی تفاوت بودیم، یا کشورهایی که در این توش زندگی میکنیم هنوز نمیدونن داره چه اتفاقی میفته در خاورمیانه. میخوام بگم من ایرانی هم شاید اگر در تماس نباشم و نخونم، نمیدونم که 12 تا دختر هزاره در افغانستان 2 هفته از گم شدن. چقدر همونقدی که دلم الان میسوزه برای مهسا و امثال مهسا سپیده و غیره و غیر نوید و غیره و غیره، به همون اندازه هم قلبم باید بتپه برای اون 12 دختری که خانواده‌هاشون بالبال میزنن و نمیتونن پیداشون کنن که اینا کجا هستن و گم شدن. بنابراین به همین شکل باید صحبت کنیم و اینو گسترش بدیم که مسئله ایران و انقلاب اسلامی رو، جمهوری اسلامی یا نظامی رو عوض کردن یا یه روسری رو برداشتن نیست. مسئله انسانه و این انسان میتونه هر کجای این کره خاکی مورد تبعیض و نابرابری و خشونت قرار بگیره به خاطر سیاست‌های ناسالمی که وجود داره، به خاطر سیاست‌هایی که منفعت یک گروه خاصی رو داره در هر کجای این دنیا اداره میکنه. بنابراین شاید بتونیم بعداً بیشتر در این مورد صحبت کنیم که چطوری میتونیم اقداماتی در این زمینه داشته باشیم که با گروه‌های زیادی از مردم در کشورهایی که زندگی میکنیم در مقامات و طبقات مختلف ارتباط برقرار کنیم. شاید پتیشنای رو بنویسیم، امضا کنیم، با از اونا بخوایم امضا کنن و این بتونه به سیاستمداران کل دنیا نشون بده که نمیتونید شما کسانی رو که دارن
زجر میدن مردم ایران یا مردم هر جای دیگر رو تو خونه خودتون را بدید باش مصاحبه بکنید و هنوز بخواید دست دوستی ببندید و قرارداد ببندید به خاطر اینکه یه منافعی حفظ بشه. این یه چیزیه که واقعا بر ذمه همه تک تک انسان‌های به نظر من دنیاست، فارغ از اینکه داره درد میکشه یا نمیکشه، شاید خیلی درد پادر زندگی میکنه هنوز دردش نیومده. ستاره خانم دستشون بالا بود. بله اجازهتون، من یه چند تا مورد رو نوشتم که حالا در میون بذارم. اول من با حرفای خیلی از شما دوستان موافقم، حرفای آقای پرویزی بخشش با، ولی یه چند تا مورد هست. اول اینکه حالا خیلی دور نشیم از حرف شما هم دکتر ثابت، اینکه حالا میگی ما باید کاری بکنیم و اینا، ولی به نظر من این دفعه خیلی داره اتفاقات خوب میفته، خیلی حجم گسترده اطلاع رسانی شد، خیلی سلبریتی های دنیا الان دارن در مورد مهسا ایران میگن و اتفاقا هم دارن در مورد نقض حقوق بشر صحبت میکنن. هیچکی نمیاد بگه ایران میخواد یه انقلاب جدید بکنه، همه دارن میگن نقض فاحش حقوق بشر در حال حاضر تو ایران داره اتفاق میفته. این اتفاقی که به نظر من دفعه قبل خیلی کمتر بود، خیلی محدودتر بود، الان هشتگ مهسا امینی شد 60 میلیون فارسیش و این خیلی اتفاق بزرگی به نظر من که این دفعه داره اتفاق بود. اما اینا خوبیاش بود. اما یه حرفی شما زدید اول برنامه، این که خشونت الان نه، یا اگه بگیم مثلا میکشمان که بعدم کش، در آینده قرار چه اتفاقی بیفته. سوال من به شخص اینه که حکومتی که خودش با خون ریزی با توپ و تفنگ اومد، آیا می شود با کلام از بره یا نه راه و باز کنه بگه آقا اوکی من توانایی ندارم، من نمیفهمم، شمایی که میدونی بیا جلو دست به کار شو؟ این اون چیزیه که توی تاریخ به ما ثابت کرد که نمیشه. اینا اصلا با صحبت نیومدن که با صحبت دارن، اصلا با مکالمه به نظر من آشنایی ندارن واقعا. این چیزی که الان ذهن من درگیر کرده و واقعا دوستم ببینم نظر دوستان رو. ممنونم. خیلی عالی بود، چون این سوالو توی چند روز گذشته من بارها شنیدم و خیلی دوست دارم نظر دوستان رو بدونم که آیا هممون داریم چطوری فکر میکنیم. و بازم یادمون نره هدفمون، اگر ما یه هدفی رو داشته باشیم، بعد من نمیگم این خوبه یا اون بده، شیوه های ماها خیلی این فردی هست برای پاسخگویی، ولی با این حال بازم میتونیم ببینیم کدوم شیوه ها رو میتونیم انتخاب کنیم که موثر تره. گلنار خانم و بعد دورنا خانم و بعدم شیوه، اگر درست بگم. مرسی. من اول از همه تشکر میکنم بابت برنامه امروزتون و از رها جان بابت سوال خوبی که مطرح کرد. منم مثل ستاره خانوم با بعضی از نکات موافقم و با بعضی از نکات مخالفم و احساس میکنم درسته که دید تاریخی خوبه، ولی همون دید تاریخی الان نیازه که ما ببینیم چه گروهی از مردم حداقل در مورد ایران بیشتر از همه اعتراض میکنه. اگر ما نسل دهه 70 و دهه 80 رو جز پیشروان اعتراضات امروز بدونیم، این نسل خاطره چندانی از 88 هم حتی به یاد نداره. گرچه که من فکر میکنم توی 88 هم در ابتدا با یه خواسته مشخصی شروع شد و عدم توجه حکومت، برخورد خشن حکومت باعث شد که مسیر تغییر پیدا بکنه. مثل همین امروز، شاید در ابتدا برای مردم مواجهه حکومت با مبحث حجاب بود، ولی خشونتی که همیشه نشون داده میشه از جانب حکومت باعث میشه که خب یک ریاکشنی از جانب معترضین اتفاق بیفته. و من فکر میکنم این همون جوری که تو جامعه شناسی میگن، این خشم مثبته، خشم فرو خورده است. سوال منم همینه که چطور اصلا میشه از جامعه ای که سالهاست بهش اجازه بروز خود رو ندادن به هر نحوی، حتی نه در قالب اعتراضات، در قالب زندگی روزمره، براش محلی تعیین نکردن که تو میتونی اینجا خودت رو نشون بدی، این فستیوال هست،
این جامعه چطور میتونه سکوت کنه، چطور میتونه بدون خشونت برخورد بکنه، در مقابل تفنگ چطور میتونه وایسه و صلح‌آمیز شعار بده، در مقابل غمی که داره و این تروماهای جمعی که تجربه کردیم. به نظرم چشم پوشی از اینها خیلی سخته و من دوست دارم بدونم آیا راه حل عملی براش هست یا نه. در درجه دوم نکته که دوست دارم بگم راجع به ماهایی که داریم خارج از کشور زندگی میکنیم، دایاسپورا یا هر چیزی، من خیلی موافقم که رها جور مسئله جهانیه و باید هم جهانی بهش نگاه بشه. مثلا ما در مورد اعتراضاتی که توی نیکاراگوئه شد، توی ونزوئلا شد، توی اندونزی بود، هیچ چیزی نشنیدیم و خیلی موقع ها این دید جهانی اتفاقا بهمون کمک میکنه که بفهمیم تنها نیستیم. اما یه موقع های تمرکز روی یک جنبشی اتفاقا میتونه رهایی بخش باشه به نظر من برای سایرین، همون جوری که امروز زنان در شیلی، لبنان، ترکیه هم راستا شدن با زنان ایران، یعنی شعار ما رو، شعار زنای ایرانی رو تکرار کردن و جنبش امروز من تا یه حدی کالکتیو میدونم، رهبر مشخصی نداره، جوانهایی هستند که با اتفاقا پرکتیس هایی، یعنی اعمال خیلی جمعی و خرد، دارن مسیر رو پیش میبرن. حالا دوست دارم که در مورد این خشونت شما که بیشتر میدونین و کار کردین جواب بدین و حتی در مورد تصویر آینده، اینکه در شرایطی که اجازه تمرین دموکراسی داده نمیشه، اجازه کار جمعی سیاسی و اجتماعی داده نمیشه، چطور میشه از ملتی انتظار داشت که تصویر روشنی نسبت به آیندهشون داشته باشن؟ فارغ از بحث آکادمیک میگم، این جمع احتمالاً یک جمعیه که در یک حالا متفاوت میتونه باشه با کسی که کف خیابونه الان، اون مهمترش، اون پیش روه. در هر صورت ممنون ازت، بسیار عالی بود. من فکر کنم چند تا نکته رو که از هم فاصله گرفته بود شما به هم وصل کردید و بازم این سوال مطرح میشه که شاید سوال یه جور دیگه هم بکنیم، این خشم فرو خورده ای که داره به این شکل میاد. یا من یه چیزی هم بگم قبل از اینکه درسا خانم و بقیه صحبت بکنن، که هی وقتی که میگیم این جامعه همیشه درش خشونت بوده، آیا ما خودمون رو بخشی از این جامعه میدونیم یا نه، یا جدا کرده، چه تو ایران باشیم چه نباشیم؟ چون ببینی همه ما تو این ساختار بزرگ شدیم. من میخوام بگم در درون من این خشم هست، ولی آیا میتونم روش دیگری برای ابراز اینکه اینجا نابرابری هست، اینجا تبعیض هست، یک راه دیگری پیدا کنم به غیر از این خشونت؟ آیا این توانایی و این پتانسیل رو دارم که راه دیگری رو پیدا بکنم به غیر از اینکه فحش بدم، بکشم؟ منظورم این که خشونت کلامی یا خشونت فیزیکی از هر مدلش داشته باشم. یکم به این موضوع هم فکر کنیم، شاید راه دیگری هست، که هست، حداقل نمونه هاش داریم و میتونیم بگیم. من میتونم یکی دو مورد رو بگم اینجا در کشورهای دیگه اتفاق افتاده و خیلی هم سازنده بوده. حالا بذارید درسا خانم رو بشنویم، شیبا، مونا و بعد آقای جعفری. درود بر همگی، خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. ممنون از خانم دکتر ثابت. من می‌خواستم یه سوالی رو در راستای حقوق بشر در دنیا که ما الان داریم زندگی می‌کنیم مطرح کنم. صحبت از حقوق بشر شد، اینکه چقدر به نقض فاحش حقوق بشر داره در کشورهای مثل ایران و خاورمیانه و جایی که جنگ هست به طور کلی توجه میشه، ولی در این حال یک سری مصداق هایی هست که من میبینم که با در واقع فرضیاتم و تئوریایی که رو کاغذ وجود داره جور در نمیاد. از جمله این که فکر میکنم دیروز در واقع سخنگوی سازمان ملل متحد اومدن سخنرانی کردن و حالا اون زیرنویسی که من داشتم از شبکه اینترنشنال میدیدم این بودش که دو طرف رو به خیشتنداری دعوت کردن و از در واقع دولت خواستن که از زور غیر ضروری و یا نامناسب علیه اعتراضات خودداری کنن. خب این اصلا واقعا چیزی نیست که به نظر مردم ایران خواهان اون باشه. اون از واقعیت اجتماعی ما خیلی فاصله داره، یعنی زور غیر ضروری منشی میتونه باشه و مخالف اون منشی میتونه باشه.
و ما در دنیای داریم زندگی می‌کنیم که الان گمان زنی وجود داره مبنی بر اینکه شرکت متا داره در واقع به نفع ایران مردم رو در بستر اینترنت و واتساپ و اینستاگرام سرکوب میکنه. در دنیای داریم زندگی میکنیم که کسانی که لیست اسمشون در لیست در واقع سپاه پاسداران هست تو در واقع سازمان اوج فعالیت میکنن به راحتی ویزا میگیرن و به آمریکا میرن. یعنی تمام قوانین داره یه جورای دور زده میشه، انگار فقط برای مردم عادی قوانین در حال صدق کنن، نه در مورد حالا حکومت ها، نه در مورد سرکوبگرانی که قدرت دارن. حالا من به شخص اینجا یکم ناامید میشم، یکم عصبانی میشم از اینکه خب چه داره پیش میاد و چطور میشه خانش کردیم وضعیت. بسیار عالی بود، نکته که گفتید خیلی ظریفه و فکر میکنم همه ما بهش فکر میکنیم. فکر میکنم ادبیاتی که سیاستمداران از توی این چند روز به کار بردن، سیاستمداران دنیا در همه جای دنیا، حتی کشورهایی که به نوعی ادعای دموکراسی میکنن، به ما نشون میده که تا چه اندازه منافع دیگری به غیر از واقعا دموکراسی و حقوق بشر و رفاه مردم در میان هست که به خاطرش حاضرن چشم بپوشن از وقایعی که داره اتفاق میفته. و همون راحتی که فراموش کردیم چند ماه پیش افغانستان چه اتفاق افتاد، اوکراین چه اتفاق افتاد، سوریه داره چه اتفاقی میفته و و و و ادبیات سیاستمداران به ما نشون میده که فعلا جون مردم و اون چه که داره اتفاق میفته اینقدر مهم نیست که یه منافع دیگری اهمیت داره. شیوا خانم بفرمایید. و همه دوستان میتونن درباره مطالبی که دیگران میگن که خیلی به جا هست و ابعاد بسیار وسیع و متنوعی رو مطرح میکنن نظر بدن تا بتونیم به یه جای برسیم. درود میفرستم خدمت همه شما عزیزان. در جواب سوال شما خانم دکتر، قطعا همه ما بخشی از این جامعه هستیم، هرچند که شاید الان تو ایران نباشیم، ولی خب یه مشکلاتی پیش اومده که ما از ایران زدیم بیرون، ولی خب قسمتی از وجودمون، تمام خاطراتمون توی ایران هستش و اصلا هیچ کس نمیتونه منکر این بشه. و در مورد اینکه خشونت چرا الان مردم ریختن توی خیابونا و میگن میکشم هر آن که خواهرم کشت، این جمهوری اسلامی ملت رو به یه نقطه ای رسوند که دیگه نمیتونیم یعنی با حرف زدن ما مشکلاتمون رو بیان کنیم. کشتارهایی رو که در سال 88 اتفاق افتاد، بچه های سرزمینمون رو واقعا کشتن، قتل عام کردن، یعنی یه کشتار گروهی راه انداختن اینا. الان تمام اون مادرها، اون پدرها، خانواده ها واقعا چجوری الان میتونن خشمشون رو آشکار نکنن و نگن؟ چجوری اینا چجوری میتونن بیان بشینن صحبت کنن؟ جایی برای صحبت کردن نذاشتن. من دخترم دقیقا دهه 80 هستش خانم دکتر، چند روز پیش براش نوشتم که دخترم، من در مقطعی از زمان به دنیا اومدیم که پدران و مادران ما تازه انقلاب کرده بودن و در حال و هوای انقلاب بودن، ما بچگیامون با توپ و تفنگ و بمباران و آژیر خطر گذشت دوران کودکیمون، و وقتی رسیدیم به دوران نوجوانی تا خواستیم یه اعتراضی بکنیم، یه حرفی بزنیم، زدن توی دهنمون که ساکت، مملکت تازه آروم شده، حرف نزنیم. و من قشنگ یادمه که سر این که مثلا ما یه جفت جوراب سفید میپوشیدیم توی مدرسه چقدر توبیخ میشدیم. من شاگرد اول کلاس بودم، ولی بارها به خاطر اینکه من جوراب سفید پام کرده بودم منو سر کلاس نمیذاشتن. این جمهوری اسلامی از همون اولش، یعنی سیاستشون اینه که زن ستیزی دارن، میدونن که اگر زنان ما آزاد باشن میتونن فرزندانی آزاده به بار بیارن، و مادری که توی خانواده بتونه آزادانه فکر کنه 100% خانواده‌ای از اون خونه به وجود میاد که میتونن حق خودشونو بگیرن. و اینها الان دارن دقیقا زنان و کودکان و دختر بچه های ما رو دارن تحقیر میکنن، خورد میکنن که این زنان نتونن آزادی داشته باشن.
و وقتی که مادر خانواده، دختر خانواده آزادی نداشته باشه، قطعا خانواده رو به فساد خواهد رفت. و ما الان تو ایرانمون داریم میبینیم که چقدر خانواده های ما دارن به فساد کشیده میشن و این سیاست جمهوری اسلامی هستش و نمیتونیم دیگه خیلی محترمانه و خیلی مؤدبانه باشون رفتار کنیم. نسل ما نسلیه که واقعا نذاشتن. ما به دخترم میگم ما مثل شکوفه هایی هستیم که قبل اینکه شکفته بشیم ریشه هامون رو سوزوندن واقعا، ولی الان ما یه نسلی رو توی خیابونا میبینیم که با شجاعت تموم ریختن توی خیابونا و رد خون دختر سرزمینشون رو دارن میگیرن و مطمئنن که ترکش اینا، باطوم اینا هیچ وقت ترسناک نیستش. و من واقعا افتخار میکنم به اینکه بچه های ما انقدر شجاعانه، این بچه ها حتی توی خونه ها هم اینجوری بودن ها، حتی توی خونه ما پدر مادر هم نتونستیم بهشون زور بگیم، پای حرفشون وایستادن و ماها رو مجبور کردن به کاری که دلشون میخواد انجام بدن و من افتخار میکنم واقعا بهشون. مرسی. فکر میکنم هممون افتخار میکنیم و از صمیم قلبمون واقعا پریز میکنیم اینا رو. بخشین کلمش الان یادم نیومد. و این به خاطر اینه که واقعا اونا دارن به ما نشون میدن که نشد میشه، چیزی غیر ممکن نیست. ولی بازم یادمون نره ماهایی که یه تجربه هایی رو گذروندیم واقعا وظیفه داریم و سهممون اینه که این انرژی اونها، این فداکاری اونها و این شجاعت اونها رو به یه سمتی ببریم که نتیجه بده، وگرنه این بچه‌ها یکی یکی بعد از دیگری پرپر میشن، یکی بعد از دیگری دستگیر میشن، میرن، معلوم نیست چه به سرشون میان، میان میشینن یه گوشه ساکت یا از ایران میرن. بنابراین به خاطر همینه که از اول داریم میگیم هدف چیه. هدف و شاید یه کسایی مثل ماها که یه کمی میتونیم آرامشمون رو حفظ کنیم، میتونیم کمک کنیم به اونها که این سیلی که داره میره، این حرکتی که آغاز شده واقعا به یه سرانجامی برسه، وگرنه هر دو طرف زخمی خواهند بود، هر دو طرف، چونی که موافقه، چونی که مخالفه، چونی که سرکوب میکنه، چونی که داره ظلم میشه. توی گروه من نوشتم سمان خانم و بعد مونا خانم، سمان خانم آقای جعفری، مونا خانم و آقای مازیار. خانم دکتر از اگه اجازه بدید دوستان صحبت کنم من. بله، جناب جعفری و بعد مونا خانم آقای مازیار. با عرض سلام خدمت همه همکاران عزیز و عرض خسته نباشید خدمت خانم دکتر. اتفاقاتی که به اصطلاح تو این چند روز اخیر افتاده خب برای هممون روشن و واضح هست. نتیجه ظلمیه که 44 سال بر سر مردم اومده. تجمعات قبلی هم معمولاً به خاطر این بود که حالا یه سری به اصطلاح اعتراضات اینا شکل میگرفت و اون تجمعات هم که شکل میگرفت معمولاً توسط یه گروه خاصی اکثرا شکل می گرفت که حالا بیشتر دنبال شرایط و منافع خودشون بودن. و این دفعه به نظر من تفاوتی که داره اینه که ستون و خیمه به اصطلاح خانواده رو تحت چیز گرفتن و اون هم به اصطلاح زنه. زن تو خانواده ستون خانواده به حساب میاد. جایی که ستون خانواده زده میشه دیگه معمولا بقیه افراد خیلی نمیتونن ساکت بنشینن و این قضیه باعث شده که به هر حال یه حرکت خودجوشی انجام بشه و خدا بکنه که به هر حال این حرکت خودجوش به نتیجه مطلوب برسه. چون من دورنمای این قضیه رو اینجوری میبینم که اگر این قضیه به سرانجام خوشی نرسه متاسفانه، یعنی احساس میکنم که تمام این فیلم ها و این دوربین ها رو چک میکنن و در آینده تک تک اینا رو در میارن و خدا میدونه که چه اتفاقاتی پشت این قضیه صورت میگیره. چون 44 سالی که ما تجربه داریم از حکومت جمهوری اسلامی
به هیچ کس و هیچ چیزی رحم نمی کنن. و بحثی هم که به اصطلاح فرمودین در ارتباط با خشونت و اینا، هیچ که واقعا دوست نداره که به خشونتی باشه، ولی واقعیت اینه که من وقتی با یکی درگیر میشم، اون شخص چند بار که من سیلی به صورت من بزنه، من این ور صورت رو من نشون بدم بگم این یکی دیگه هم بزن، اگه بستگی داره به اون شخص به اصطلاح مقابل من که ببینم که چجور آدمیه. اگه آدمی باش که یه جور فهم و شعور داشته باشه، خب سعی میکنه که بالاخره شرم بکنه دیگه، نزنه. ولی سابقه اینا نشون داده که واقعا اینجوری نیستن. اگر که صورتت اونورش هم چیز بکنی، یکی دیگه هم میزنن، 10 تا دیگه هم میزنن. اینی که واقعا من خودم به شخص با خشونت مخالفم، ولی خب متاسفانه یه جوری هست که اینا رو گاهی وقتا میشه با روش خودشون به اصطلاح باشون رفتار کرد و برخورد کرد. چرا بالاخره تو به اصطلاح انقلابات و گذشته هم بوده، گاندی یه آدمی بود که به هر حال رفت اصلا تو آفریقای جنوبی یه سری کارگر بودن که ظلم بهشون شده بود و یه به اصطلاح خواسته ای داشتن. اولین شعارش هم این بود که ما بدون به اصطلاح خشونت انجام بدیم. تونست به اصطلاح حق اونا رو بگیره و حتی برگشت و هندوستان هم از زیر یوغ به اصطلاح استعمار انگلیس نجات داد. و اولین و آخرین به اصطلاح روز شعارش هم همش این بود که به هیچ عنوان به اصطلاح خشونت نباشه. ولی خب باز به هر حال طرفشون یه جورایی بود که متوجه بودن، میفهمیدن، یه مقدار به هر حال متوجه بودن که میشه به اصطلاح با بدون خشونت هم به پیش برد و پیروز شد. ولی در مقابل جمهوری اسلامی من بعید میدونم که بشه بدون خشونت واقعا مشکل پیش برد. و یه چیزی که به نظرم خیلی لازم هست که به اصطلاح در ادامه این قضیه وجود داشته باشه، اینه که یه کسی، یه رهبری، یه به اصطلاح چیزی، کسی باشه که به اصطلاح بتونه اینا رو به شکلی هدایت بکنه که به هر حال در آینده به نتیجه مطلوب برسن. ممنونم از این که به حرفای من گوش دادید. خیلی عالی بود، مرسی. من فکر میکنم این مسئله رو چون شما گفتید، شاید بد نباشه این دوتا مثال رو من بزنم قبل از اینکه دوستان بگن. همینه که میگیم و چند بارم تا حالا از وقتی برنامه رو شروع کردیم مطرح شد که انقلابی که این مطالبی هستش که من از صحبت های دوستان نمیشتم، انقلابی که تغییری که با خشم و خشونت به وجود اومد و برای دهه، 4 دهه این شیوه رو ادامه داد، به خاطر اینکه بر همین اساس هم به وجود اومده بود، بنابراین کسانی که قدرت داشتن و منابع مادی در دستشون بود همین شیوه رو هم ادامه دادن، همچنان هم دارن ادامه میدن و میرن، چطوری میشه اون رو تغییر داد؟ این سوالی بود که مطرح شد. چون موضوع گاندی و هند مطرح کردید، من میخوام بگم پایه‌ای که گاندی گذاشت 77-78 سال پیش و گفت خشونت نکنیم و تغییرات به وجود بیاریم، هرچند که همینجا تو پرانتز بگم ما میدونیم بعد از اینکه استقلال هند به وجود اومد، بین هندوها و مسلمانان کشتاری شد که اصلا تاریخ به چشم خودش شاید ندیده. این تیکر رو میذارم کنار، ولی موضوع این که اینها بدون خشونت تونستن بعد از 100 و چند سال از یوغ در واقع استعمار در بیان، این شیوه شد فرهنگ و توی جون این مردم رفت. شاید من چون برای اینکه سالها در اونجا درس خوندم و تدریس کردم و کار کردم، زندگی کردم، اینو خیلی خوب یادم میاد که هر موقعی هر جنبشی اتفاق می افتاد واقعا بدون خشونت بود، این در فرهنگ اونها رشد کرده. مثلا زمانی که دو تا واقعه رو کوچیک میگم و میخوام بگم که دنیا باش تکون خورد، شاید اینجا کمتر کسی اینجا دربارش بدونه ولی میتونید برید مطالعه کنید. وقتی که دولت هند به دلیل اینکه بتونه منابع یعنی سود حاصله از خوردن، از فروش مواد مشروبات الکلی رو ببره و در واقع به جیب دولت بره، یه مقدار خیلی زیادی با هزینه‌اش رو خودش پرداخت می‌کرد و بقیه‌اش رو یه مقدار خیلی کمیش رو مردم می‌دادن و این باعث شده بود که مردم خیلی ضعیف هم در روستاها و در جاهای کوچک
مصرف مواد مشروبات الکلی که مصرف میکردن اینقدر زیاد بود، مردان مخصوصا، که این باعث شده بود که تو خونه زناشون رو میزدن، ناامنی در اون روستای خودشون یا در شهرهای کوچیک به وجود دارن و خیلی خیلی از این حرفا. زنان دور هم دیگه جمع شدن، این که دارم تعریف میکنم مالی یه چیزی حدود 20 چند سال پیشه، زنها دور هم دیگه جمع شدن و فکر کردن که چطوری میتونن خودشون رو نجات بدن از این موضوع. نمیتونست که شوهر رو بکنه بیرون، نمیتونست که بچهش رو بدون پدر بزرگ کنه، که همه این حرف فکرها رو میکردن و توی اون ساختار مرد سالارانه هند که حالا اون موقع بوده، و اونا به این فکر رسیدن که ماشینی که مشروبات الکلی میاره از تو جاده و وارد شهرشون میشه جلوی اونو باید بگیرن. روز اول رفتن جلوش وایسادن، یه صف از زنان و دختران تشکیل شدن و جلوی اون ماشین وایسادن، ماشین با فشار اونا رو زد و رفتن جلو، اومد تو، بازم مشروب اومد تو توی مغازه ها فروخته شد. روز بار دوم یا روز دوم نمیدونم، ولی بار بعدی زنا وای نستادن جلوی جاده، خوابیدن کل جاده رو و به ماشین گفتن اگر میخوای بری برسی به مغازه که میخوای مشروب بپوشی از رو همه ما باید رد شی. این ماشین وای نستاد، حرکت نکرد و وایستاد. برای مدت‌ها چندین روز متوالی زنها با بچه‌هاشون، دختر و پسر، توی جاده می‌خوابیدن و به ماشین اجازه ندادن که رد شه بره. این یه مثال می‌زنم. مثال دوم باز دوباره این مال کمتر مدتیه، شاید مال 14-15 سال پیشه، که یکی یکی درخت‌ها رو قطع می‌کردن و این به دلیل این بود که کسایی که ثروتمند بودن درخت‌ها که قطع می‌شد می‌تونستن باش ابزار و وسایلی بسازن و به پول خودشون اضافه بدن، ولی قطع کردن درختان به ضرر کشاورزان و به ضرر کسانی بود که تو اون مناطقی که جنگلی بود زندگی می‌کردن و زندگی اونا داشت از بین می‌رفت. به همین دلیل کاری که کردن این بود که رفتن اول زنها باز دوباره ایستادن و تقاضا کردن که درخت ها رو نبرید، قطع نکنید، ولی خب اونا زور داشتن زدنشون رفتن کنار. دفعه بعد زنها رفتن و خودشون رو با شالی که دور گردنشون میبستن به دور تا دور درخت ها بستن و گفتن اگر میخوای درخت رو بزنی باید منم باهاش بزنی. و این هنوز عکساش توی اینترنت هست، شما میتونید نگاه کنید. و دنیا، یعنی دنیایی که دنبال این چیز حفظ محیط زیست و اینا بود، صدای این زنان و حرکتی که اونا کردن برای نجات درختان موند و نتونستن درختان. من نمیگم ما بریم این کار رو بکنیم، من میگم اگر ما فرهنگی از داشته باشیم، یاد گرفته باشیم که چطوری از خشونت استفاده نکنیم، میتونیم راهش رو پیدا کنیم. ولی به قول شما اینو ما یاد گرفتیم، اینجوری این انقلاب شد، همینجوری هم با همون کردن اومدیم تو، ولی میشه یه جایی وایسوندین چرخشو، چرخ این خشونت رو میشه یه جایی بده. ما اینقدر قدرت داریم به نظرم که بتونیم این کارو بکنیم با همه تجاربی که کردیم و مسیرش یه جوری دیگه حرکت بدیم، میشه یه کار دیگه کرد. فقط باید بشینیم با هم گفتگو کنیم، حرف بزنیم اونایی که میتونن و پیدا کنیم راهشو. من فقط مثال زدم که بگم هست چیزای غیر از اینم هست، راهی به غیر از اینم هست. بفرمایید مونا خانم و بعد آقا مازیار و رویا خانم. وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از هم مثال های خوبی که زدیم، هم موضوع جالبی که مطرح شده. من در ادامه فکر میکنم صحبت خیلی از دوستان، مخصوصا صحبت دورسا، داشتم به این موضوع فکر میکردم که حالا خیلی نمیتونم از دانش نداشتم صحبت کنم، ولی از اون حسی که تو این مدت برداشت کردم و فکر میکنم آموختهای جدیدی برام داشت به خاطر شرایط جدیدی که هم جامعه توش قرار گرفت، هم من خودم رو سعی کردم که بیشتر همراه کنم، دریافت کردم، ولی با یه عالم سوال جدید مواجه شدم. دوست داشتم از این زاویه صحبت کنم، خیلی سعی میکنم خلاصه بگم. اینکه در ادامه سوال شما که آیا ما میتونیم به روشی غیر از اون خشمی که تماماً باهاش درگیر بودیم روشی متفاوت با اون پیدا کنیم، که من همیشه فکر میکردم که شاید فکر میکنم تا قبل از این چند روز اخیر، چون معتقد بودم که توی خانواده‌ای که
صلح خیلی توش ارزشه و دوری از خشونت خیلی ارزشه. بزرگ شدم فکر می‌کردم که خیلی این روشیه که شاید تا ابد جواب بده و یک روش مسالمت آمیزیه که در طول زمان راهشو پیدا میکنه و هر نقشی که برای خودم توی جامعه هم پیدا کرده بودم در همین راستا و با همین ارزشمندی بوده. اما تو شرایطی قرار گرفتم که خیلی برای من بدی بود و متوجه شدم که تا قبل از این خودم رو خیلی کمتر با جامعه عجین کرده بودم و درگیر این حس نشده بودم. این حسی که ببینم که دوستان من، نزدیکان من، همه کسانی که شاید من هیچ وقت فکرشو نمی کردم و افرادی هستن که من خیلی دغدغه من می بینمشون، جاشون رو به دور از تئوری هایی که میتونه در خیلی از زمان، حالا درست اشاره کردن خیلی اوقات روی کاغذن و مثال جالبی بود، تعریف حقوق بشری که مطمئنیم دوران کودکیش رو داره طی میکنه و تا بتونه مکانیزم هایی رو برای بروز در عرصه عمل پیدا کنه بسیار زمان بره، همونطور که شاید تمام ارزش های صلح طلبانه که من نزد خودم داشتم و فکر میکردم که تمام فعالیت هامو بر اون اساس چیدم بسیار فعالیت های زمان بری هستن و جامعه رو طوری میتونن در صلح و آرامش بسازن که بسیار زمان بره و من در آینده همچنان هم هدف من و نظرگاه من به اون هاست. اما واقعیت لحظه جامعه رو الان دارم طور دیگه ای برداشت میکنم و حس میکنم که دوستان بسیاری از دوستان من هستن که الان توی صحنه اعتراضات حضور دارن و من خودم رو پیدا کردم با این حس که من نمیتونم اجازه بدم که تمام اون ارزش هایی که برام تعریف شده بود، تمام اعتمادی که به یادگیری جامعه بین الملل برای پیدا کردن حق و حقوقش توی کشورهای مختلف، تمام اعتمادی که به اون داشتم در لحظه برای من کافی و جامعه به نظر نمیاد، من باید کار دیگه ای در لحظه انتخاب کنم، باید نقش دیگه ای رو برای خودم پیدا کنم. هنوز هم معتقدم که باید توی هر مرحله، درسته که توی تمام این روزها ما هیجانات خیلی شدیدی رو تجربه میکنیم که شاید این موقعهایی فقط با قدرت گفتگو و مشورت بتونیم اون رو تحلیل کنیم و بتونیم تحت کنترلمون نگهش داریم، اما انکارناپذیره که دوز این هیجانات خیلی زیاده و سرعت اتفاقات خیلی بیشتر از سرعت پیشرفت ما توی زمینه حقوق بشر و سازندگی هست و من تمام تأثیر گذاریم رو توی لحظه تونستم توی این پیدا کنم که توی همین جمله‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ماها توی استوری‌ها دیده باشیم از یک جامعه شناس که نوشته بود شاید این قدرتمندترین ابزار برای به نتیجه رسیدن اعتراضات باشد، هنگامی که آرمان معترضان به اندازه قدرتمند است که دیگر آنان به نتیجه بخشی یا عدم نتیجه بخشی اعتراضات فکر نمی‌کنند، بلکه احساس می‌کنند که از نظر اخلاقی باید برپا خیزن و حرف خود را بزنن. من خیلی با این احساس میکنم تو این چند روز ارتباط برقرار کردم و برای خودم اینطوری افکار خیلی متضادم و سازماندهی کردم که لزوماً شاید من نمیتونم از این خشونت به طور کلی مبرا باشم، چون من این جزو قرائت من از جامعه هست و در جامعه من بسیار پررنگ و جاریه و من نمیتونم خودم رو به طور کامل از اون دور کنم. چرا؟ چون یا توی توهم میمونم یا تمام دوستان و نزدیکانم از دست میدم. برای من تصمیم گرفتم که به هر شکلی که میتونم که با ارزش هم سازگار تره ولی با یه بازنگری توی نقشم حضورم رو تو جامعه پررنگ کنم تا هم خودم رو از دست ندم، هم همه دوستانم که عقیدهشون بر اینه که الان راه تنها راه اعتراضه، اگرچه که من باور ندارم تنها راه اعتراضه و من مثل خیلی از دوستان فکر میکنم که ما باید نامه‌نگاری هامون رو بکنیم، فکر میکنم که باید با بله
خیلی از کسانی که خارج از ایران میتونن کارهای بکنن، فشارهای بین‌المللی بزنن، ارتباط برقرار کنیم، اما صحنه اینجاست و من فکر میکنم که خیلی بیشتر از این نیاز به گفتگو و مشورت داریم تا پیدا کنیم که چطور با مطابق با ارزش‌هامون اما توی حرکت جمعی جامعه جامون رو پیدا کنیم. شاید یکی بتونه به عنوان پزشک نقشی رو ایفا کنه، خیلی سرطلبانه، شاید یکی بتونه فقط حضوری در پشت صحنه داشته باشه و به آدم ها بتونه کمک کنه یا هر شکلی، اما یادمون نره که ساده انگارانه از کنار این اتفاق نگذاریم با این تگ و برچسب که خب اینا خشونت آمیزه اما کاری براش نمیتونیم بکنیم. مرسی، خیلی ازتون ممنونم. نکته‌ای که من یادداشت کرده بودم که شما بهش اشاره کردید خیلی سریع میگم و برای اینکه پیوند بین صحبت‌ها برقرار بشه، این که نمیتونیم به یک راه و به یک شکل منتظر باشیم همه اون کارو بکنن. همونطوری که میبینیم اون گروه جوانی که واقعا شجاعانه دارن میرن جلو، از منی که یه سنی ازم گذشته به این راحتی بر نمیاد، ولی یک کار دیگه برمیاد، این که بتونم یه پتیشنی بنویسم، این که بتونم گفتگویی در دانشگاه خودم راه بندازم، اون که بتونم با افرادی که هستن صحبت بکنم، یک نفر دیگه، یک گروه دیگه ممکنه با هشتگ زدن، یک گروه دیگه، یعنی افراد با اشکال مختلف میتونیم به هم دیگه کار بکنیم. اینی که کارهای متفاوت میتونیم بکنیم، ولی باید به کارهای متفاوت ارزش بذاریم و احترام بگذاریم و بدونیم که همشون با همدیگه و در کنار همدیگه میتونه یه مسیر رو بره. وقتی که البته اینو یادمون نره، باز هی از این دور نشیم، ما ببینیم که چه تصویری میخواییم بسازیم، چه آیندهی میخواییم بسازیم، اون هدف مشخص باشه. این هنوز بهش نرسیدیم، شاید توی گفتمانمون یه ذره بتونیم بشون. بفرمایید آقا مازیار و بعد رویا خانم. عذرخواهی میکنم خانم دکتر جناب پرویزی، خیلی معذرت میخوام از شما. خانم دکتر خانم منتظری نتونستن دست بلند کنن ولی اعلام کردن و صحبت کنن، لطفاشون در نظر بگیرید. و اینکه از همه عزیزان خواهش میکنم که 3 دقیقه صحبت بفرمایید و اگر طولانی شد مجدد بعد از دوست عزیز دیگری صحبتشون ادامه بدن ممنون میشم. پس به ترتیب آقا مازیار، رویا خانم و خانم منتظر. ممنونم از شما، مرسی که تذکر دادید، چون من خواستم همین پیشنهاد رو بدم ولی خب دیگه دوستان زحمت کشیدن و خانم بیژن زحمت کشید. ببینید، من در وهله اول میخوام که در خصوص جامعه خودمون صحبت کنم. من کاملا با یک جنبشه که خالی از خشونت باشه موافقم و فکر میکنم تأثیر گذاریش خیلی هم بیشتره، اما باید این نکته رو بهش توجه کنیم. ما جامعه ما چه جامعه‌ایه؟ در کجای اون وضعیت، حالا از لحاظ اجتماعی، اخلاقی، از لحاظ خشونت و اقتصادی و و و چیزهای دیگه وجود داره. نکته که خیلی مهمه اینه که ما در یک جامعه زندگی کردیم، پدران ما در این جامعه زندگی کردن که کاملا با خشونت عجین بوده، یعنی از نه که فقط توی این 43 سال، از قبلش هم همینطور بوده. شما اگر پای صحبت‌های کارگردان‌های سینما بشینید توی زمان قبل از انقلاب، تماما اصلا میگفتن فیلمی میفروشه که بزن بزن داشته باشه، یعنی ما خشونت جزی از جامعه ما بوده. پس از این جامعه نمیتونیم بدون هیچ آموزشی، بدون هیچ فرهنگ سازی، بدون هیچ وجه مثبتی از لحاظ آری از خشونت انتظار داشته باشیم که الان با یک خیزش بیام یه دفعه مثلا خودجوش همه بدون خشونت بیم رفتار کنیم. خب این اگه بخوایم ریشه یابیش کنیم، میبینیم ریشهش از خود فرهنگ، آموزش، از حتی مدارس آموزش و پرورش و جاهای مختلف بوده. ما تا چند سال پیش اعدام هامون در ملأ عام بوده، حتی همین الان هم بعضی از اعدام هامون هست، هنوز در ملأ عام شلاق میزنن، شخصی رو به خاطر یه کنسرو ماهی میدوزه انگوششو قطع میکنن بدون هیچ اصولی. از اون طرف میبینیم اختلاس های سنگین میشه و خب هیچ اتفاقی نمیفته. اینها باعث میشه که یک انفجاری در
انسان به وجود بیاد و من فکر میکنم که حاصلش میشه این خشونت‌هایی که الان در جامعه وجود داره و یکی از دلایلش هم اینه که راهی برای گفتمان وجود نداشته. یعنی این رو باید ما قبول کنیم، ما در جامعه ایران هیچ وقت ما نتونستیم هیچگاه یک پلنی برای به عنوان پلن گفتمان داشته باشیم. این یه نکته است. من خیلی سریع بگم، یه دوست عزیزی اومد صحبت کرد، خانم دورسا اگه اشتباه نکنم، گفت که من ناامید شدم از این حرکت سازمان ملل بابت این اتفاقاتی که افتاد. من فکر میکنم حداقل در دوره‌ای که من زندگی کردم یکی از ننگین‌ترین رفتارهایی که سازمان ملل کرد همین رفتاری بود که اخیراً کرد و این اتفاقات افتاد که حالا نمیخوام واردش بشم، اما این نباید باعث بشه که من نوعی بخوام احساس پوچی بکنم یا احساس اون ناامیدی بکنم. اتفاقا من پیشنهاد میکنم که الان وظیفه ما سنگین‌تر شده، الان ماها هستیم که باید تلاش کنیم و حتی در صورتی که سازمان ملل اشتباه میکنه ما اون اشتباه رو گوشزد کنیم، ما اون شرایط رو بستر رو فراهم کنیم که به اشتباه خودش پی ببره و شرایط رو تغییر بده. این نباشه که ما بگیم اگر یه اتفاق این شکلی افتاد خب پس ما اینجا یه سیاه لشکریم و هیچی دیگه، هیچ کاری هم دستمون بر نمیاد و باید سکوت کنیم. من پیشنهادم اینه که هرگز ناامید نشید، چون که این ناامیدی باعث میشه که از یک نفر تبدیل به یک جامعه بشه. مرسی، من باز در ادامه در خدمتتون هستم برای که وقت گرفته نشه صحبتمون. بسیار عالی بود. دو تا نکته خیلی مهم رو شما اشاره کردید، یکی درباره موضوع این که ما تربیت نشدیم و شاید تربیتی که داشتیم ما رو آمیخته با این خشونت بوده. میخوام شما چند نمونه رو گفتیم، من میخوام فقط یه نمونه کوچیک بگم که چطوری روز اولی که میریم مدرسه بهمون یاد میدادن بگیم مرگ بر این مرگ بر اون، و ما همیشه مرگ بر این مرگ بر اون رو یاد گرفتیم و توی کتابای مدرسه میتونیم ببینیم که چطوری دانش در واقع بازی، اون دانش در واقع دستکاری میشد و ما نمیتونستیم به بدنه واقعی دانش دست داشته باشیم. خیلی از تصاویری که ما داریم ممکنه هنوز هم داریم متفاوت با واقعیتی که امروز در دنیا و اون قوم و اقوام و مذاهب و اینها هست. موضوع بعدی که گفتید ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم اگر که سازمان‌های بین‌المللی و سیاستمداران دنیا انجام نمیدن، کاملا باش موافقم. و اینکه یک گفتمان باشه، این پلتفرمی که کانون حقوق بشر درست کردن فوق‌العاده است، ولی نباید به همین محدود باشه که هر چند ماه یه مرتبه اگر برنامه دارن، بلکه هر یک از ما در هر کشوری که زندگی میکنه میتونه بنیانگذار چنین گفتمانی باشه و از بقیه دعوت کنه تا این اتفاق بیفته و بعد این جریان به هر حال خطوط مختلفی از اعتراض میتونه وجود داشته باشه، اعتراضی که با خشونت همراه نباشه بلکه تا اندازه قدرت سازندگی داشته باشه. رویا خانم بفرمایید، خانم منتظری و بعدم مینا خانم، من بینش صحبت کنه. سلام به همگی. من فکر میکنم که یک مطلبی که اشاره شد بهش، آموزش و اطلاع پراکنی، خیلی مهمه به نظر من، روشنگری و آنچه که مردمی که الان حمایت میکنن از این، مثلا سربازان، سپاهداران یا کسانی که الان دست میزنن و اجازه میدن به خودشون که مردم رو اینطور مورد تهاجم قرار بدن و صدمه بزنن، اینها باید بفهمن یک جوری بهشون اطلاع، طریق دقیقش رو من نمیدونم، ولی شاید تحقیق کنیم که ببینیم که چه راهی هست که ما به اینها بتونیم دسترسی پیدا کنیم، به افکارشون و افکارشون رو روشن کنیم و بگیم که مثلا در مورد حجاب، حضرت محمد در قرآن میفرمایند که حجاب اوکی، بزنید موهاتون رو بپوشین به زنان مسلمان که شما رو اذیت نکنن، لالا یوزیکو، اوکی، نمیشه که مردان اذیت نکنن تا اینکه زنان مجبور نشن که کوس حجاب سرشون بکنن. آیا 1400 سال پیش تا حالا فرق کرده؟ و از خود قرآن که هر آیهش
با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه هر سوره ای. آیا این و چقدر در مورد رحمت و رحمان صحبت شده نسبت به اینه که قهر و نمیدونم کشتن و این چیزا، و چقدر در مورد مهر و محبت رفته؟ اینا رو با بذاریم که چقدر باید مسلمان کسی است که مردم از زور دست و زبانش آسوده باشن. اینه که ما در کلاس تعلیمات دینی در مدرسه خوندیم، آیا این از اسلام هست یا نه؟ مردم کدوم کسی مسلمانه الان در چه میدونم در حاکمه در حکومت در ایران که مردم از زور دست و زبانش آسوده هستن؟ و اینها رو به روشن بکنن که آیا این کسانی که به اسم اسلام دارن مردم رو اذیت میکنن، اینها دارن برخلاف اسلام رفتار میکنن، یا به طور کلی از نظر انسانی، از نظر حالا اونها که اصلا فرهنگ ایرانی رو گذاشتن کنار و حتی با نوروز مخالفن و با همه چی با گذشته، ولی به اسلام اقلن اسمن متمسک هستن. خب با این نام با اونها رو روشن کنیم یک جوری. من میتونم خودم در دارم فکر میکنم در فیسبوک هم میتونم این کار رو بکنم، ولی کسان دیگه فکر بکنن که چطور میتونن این گونه افکار رو درست بکنن که به عمل، هر عملی از فکر ناشی میشه. مرسی، خیلی ممنون. مینا خانم بفرمایید. صداشون بسته است. سلام و درود خدمت همه عزیزان. من یه مطلبی رو میخواستم بگم که خیلی شنیدم همه حرفا رو. جامعه ایران میدونیم که 40 سال واقعا یه جوری رضایتمندی نداره در واقع، حتی به خاطر مسئله روزمرش، ولی همه دوستان الان از خشونت دارن صحبت میکنن. سوال من اینه که الان تو این جریانات واقعا مردم دارن خشونت میکنن؟ آیا من واقعا سوالم اینه، یعنی با توجه به این شرایطی که این 40 ساله هست، واقعا الان یعنی دارن حق خودشونو میگیرن، این خشونته؟ اگر دوستان میدونن واقعا جواب منو بدن. ممنون. خیلی خوشحالم که شما اینو گفتین، برای اینکه واقعا دیروز یکی از دوستان همین موضوع شما رو میگفت و میگفت شاید ما باید تعریف خشونت عوض کنیم و با اون چیزایی که در حال حاضر هست متفاوته. قضیه اینه که هر شکلی که به این مسئله نگاه کنیم، وقتی که یک نفر داره آزار میبینه به هر شکلی، شما فکر کنید اونی که با باتون میخوره تو سرش، نمیدونم، هممون این چیزها رو میدونیم، گفتنش واقعا لزومی نداره، ولی واقعیتش اینه که هر دو طرف دارن صدمه میبینن، هر دو طرف. اینو فراموش نکنه. ولی من با شما موافقم، یعنی اگر واقعا کسی فنری رو هم یه چیز مادی رو هم اینقدر فشارش داده باشن، این خیلی طبیعیه که یه رفتاری نشون بده. نباید ما خدای نکرده، فکر نمی کنم تو ذهن هیچ کدوم از ما این هستش که داریم انتقاد میکنیم از اتفاقاتی که داریم میفته، داریم با نهایت احترام به اون چه که داره اتفاق میفته میگیم چطوری ادامه پیدا کنه و چطوری سازنده بشه. وگرنه حرف شما و حرف همه کسایی که حرف شما رو میزنن کاملا منطقیه. نمیشه این رو ناجوان مردانه به با اسم خشونت از ارزشش کاست. کاملا موافقم. سرکار خانم منتظری، ببخشید، هر جایی که هستید بفرمایید، میکروفونشون رو باز کنید. سلام به خدمت همه دوستان عزیز. تشکر میکنم از شما عزیزانی که در واقع این جمع رو هماهنگ کردین، و از رهای نازنینم خب تشکر ویژه دارم که خیلی قشنگ بحث رو هدایت میکنم. من هم مثل همه شما خیلی ناراحتم از این وقایعی که اخیراً در ایران اتفاق افتاده. البته به نظر من اصلا وقایع جدیدی نیستن متاسفانه، چون سالیان سال هستش که هر چند وقت یه بار یه اتفاق مشابه میفته. فکر میکنم آخرین باری که قبل از این اتفاقات یه چیز مشابه داشتیم در مورد افزایش قیمت بنزین بود که باز هم جوانای نازنین ما
به خاطر اعتراضی که داشتم به شرط اقتصادی در واقع به همین شکل مورد خشونت قرار گرفتم. خب من فقط چند تا نکته کوچولو رو میخوام بگم که حالا البته نظر شخصی خودم هستش و مسئله‌ای هستش، اشاره به مسئله‌ای هستش که در طی همه سالیان زندگیم از وقتی که خیلی کوچیک بودم تا الان که 40 سالم هستش خیلی بهش همیشه فکر کردم و همیشه در واقع دوست دارم، آرزو دارم که بشه یه روزی این مشکلات رو ما دیگه نداشته باشیم و شاید بتونم یکم ارتباطش بدم با صحبت ابتدایی که داشتی رها جان شما در مورد اینکه هدف ما در نهایت چی هستش، نه اینکه صرفا در ارتباط با این شرطی که ما الان داریم میبینیم. اگر که فردایی این خواسته های مردم بگیم که در واقع حالا اینا برن یا اون چیزی که در واقع گفته میشه، اینی که هدف نهایی چی میتونه باشه و چطور میتونیم کمک کنیم برای این که یه جامعه با خشونت، بدون خشونت ازش حرف بزن، یه جامعه بدون خشونت و با دوستی و آرامش بیشتری داشته باشیم. من فکر میکنم یکی از مشکلات خیلی اصلی که ما داریم مسائل فرهنگی هستش که البته معذرت میخوام ازتون، ببخش پسر من میخواییم بعدن ادامه بدید خانم منتظری یا الان میتونید؟ یه لحظه اجازه بده من معذرت میخوام چون پسرم خواب بود و بعد چند دقیقه پیش بیدار شد. طبیعیه. بله فکر میکنم یه کمی اگه به من اجازه بدی من 2 دقیقه صحبت کنم مادر چون خوشحال میشم. یکی از مسائل مشکلات خیلی عمیقی که داریم ما که من خودم با وجود خودم خیلی ازش رنج بردم مسائل فرهنگی هستن. من این رو بگم خدمت شما، یکی از دوستان عزیز ما اشاره کردن که من عذرخواهی میکنم فکر نمیکنم بتونم ادامه بدم با شرایط. پس 2 مرتبه شما وقت میدین بعد از یک از دوستان. آقای یزدان پور فکر میکنم. سلمان یزدان. یزدان پناه. بفرمایید جناب یزدان پناه. سلام، خسته نباشید خدمت حاضرین در جلسه. من یه سوال برام پیش اومده، همونطور که خانم آقا بیگی هم بهش اشاره کردن. اصلا اسم اینو نباید خشونت گذاشت. هر چی بکاری همونو برداشت میکنی. این چیزیه که حکومت 43 سال کاشته. باد بکاری طوفان برداشت میکنی. در واقع ما باید اسم بهتر رو براش بکار بریم. باید بگیم دفاع مشروع. این چیزیه که داریم میبینیم. 43 سال حکومت آزادی و برابری رو از مردم گرفته. تبعیض و جایگزینش کرده. حقوق زنان رو نادیده میگیره. بردهداری رو داره ترویج میده. از زن به عنوان یک کالا شاید بگم یا یک برده داره استفاده نشون میده شخصیتشو. شکنجه که اصلا توی زندان‌ها دیگه یه چیز روتین شده، یعنی یه چیز عادی اصلا نمیشه دیگه اصلا بهش اعتراض کرد. توی هر زندانی که می‌بینی یه تعدادی از فعالان مدنی دارن شکنجه یا خودکشی میشن. محاکمه قانونی که وجود نداره، میگیرن زندانی میکنن هر کسی که اعتراض کنه بدون اینکه جرم ثابت بشه. ابتدا محاکمه میکنن، حکم صادر میشه، بعدن فعالان حقوق بشر اگه وقت کنن میتونن ازش دفاع کنن. واقعا حکومتی که 43 سال داره تو باد میکاره، آیا ما نباید توفان درو کنه؟ حالا اسمشو خوشونت نباید گذاشت، باید گذاشت دفاع مشروع. واقعا هیچ امنیتی وجود نداره تو ایران. الان دموکراسی فقط یه نامی ازش تو ایران وجود داره. حق امنیت، خوراک، مسکن، همه چیز نادیده گرفته شده برای مردم. ما چه توقعی داریم که مردم الان بیان با رفتار مسالمت‌آمیز با این حکومت برخورد کنن؟ این نتیجه رفتار خود حکومت به نظر من. مایک رو رها میکنم، ممنون از وقتی که من دادید. خیلی خیلی ممنون از این واژه دیگه که به کار بردید. شاید واقعا درست تر اینه که ما من حق میدم ما باید کلام و واژه های دیگه رو به کار ببریم. شاید بفرمایید آقای احسان. درود و وقت بخیر خدمت شما و دوستان. ببینید دوستان یه حرفایی میزنن، ببینید ما کانون حقوق بشری آدم یا باید یه استانداردی رو قبول کنه یا قبول نکنه. وقتی ما میایم تایتل حقوق بشری میزنیم
باید حق عیات بوزه همه در نظر بگیرید، حتی برای دشمن. اونجاست که عیار واقعی حرف رو مشخص کنید. همونجور که آخونده یا عمومن گفتن اسلام فلان و فلان، هیچ کنونش رو انجام نه. این یه چیز مخلصی. ما نمیتونیم بیاییم با واژگان بازی کنیم. اون سرباز نیمه‌دوزه که سرش رو میبرن یا سنگسارش میکنن یا میکشن یا آتیش میزنن در تصویر هم بود، خب اونم انسان بود دیگه، فرقی نداره. چه فرقی داره آیا بعد تایتل بزنیم بگیم اگه دشمن ما بود یه حقیقت نداره، باید یه تعاریف جدایی بشه. من نمیدونم همچین چیزی من میشه شما تایتل حقوق بشر بزنیم بعد بیای با لغات بازی کنیم. مثلا میگه حس فیزیکی، میگه حس فیزیکی داریم، اگه فایل که حسش بود. یا ایشون میگه بازجویی، میگه مثلا چیز خب یعنی ما حکومت بعدی بیاد ما بگیم خب چون حکومت قبلی این کارو کرد، ما عوامل حکومت قبلی رو میگیم مثلا بازجویی. حالا اسم بازجویی رو میاریم میذاریم میگیم مثلا تخلیه اطلاع. ما همچین چیزایی نداریم. یا ما باید قبول کنیم فعال حقوق بشری و استاندارداش رو قبول کنیم، یا نه بیایم بگیم مثلا من توده‌ایم، من چه میدونم جزء کسایی هم که به ترور اعتقاد، به مبارزه مسلحانه اعتقاد. نمیشه شما بگین تایتل حقوق بشر داریم و حق حیات قبول نشه حتی برای دشمن. متشکرم. کاملا با تو موافقم و میدونم که نظرات متفاوتی درباره این موضوع وجود داره. شخصا تو دل قلب منم همین هست که ما همیشه باید به انسانه نگاه کنیم که چه رفتاری میکنه. ولی ببینید همیشه یه چیزی وجود داره، ماها عاقلیم، یعنی عاقل به معنای این که توانایی و قوه تفکر داریم. من حتی اگه مجبورم باشم میتونم انتخاب کنم که نزنم، میدونید، حتی اگر لباس هر چیزی به هر اسمی به هر رسمی به هر مقامی به هم داده باشن قوه تعقل دارم. اگر بحث شما رو حقیقت میگید، بحث حقوق بشری در همه حالتش باید حق انسانی باشه. پس اگر حق انسانیه، اونی هم که لباس میپوشه به هر دلیلی باید حق انسانی بقیه رو رعایت کنه. حالا اگر نکرد، این ما نمیتونیم کسی رو، من ابدا به خودم اجازه نمیدم که کسی رو قضاوت بکنم. میتونه انتخاب کنه که از لباسش یا قدرتی که داره استفاده کنه هر کاری بکنه، میتونه هم از همون استفاده کنه، ولی هم اون بر اساس همینی که خود شما میگید منطق حقوق بشری حق اون انسان رو رعایت کنه، ولی بر اساس همون صحبتایی که بعضی از دوستان کردن، ولی آگاهی به وجود بیاره. یعنی به جای اینکه بزنیم تو سر هم دیگه، میتونیم با هم گفتگو کنیم، آگاهی به هم بدیم، روشنایی به وجود بیاریم. ولی قبول دارم حرفتونو، خودش این خیلی ما هممون تو اون تضادا هست و خیلی خوبه که هر کدوممون یکی از اینا رو میاره بیرون و میگه که متعادل بشه صحبتی که میکنیم، یک طرف نباشه. خیلی ممنون. بفرمایید آقای حسن، بفرمایید. درود خدمت دوستان و همکاران و همچنین خانم دکتر عزیز. در مورد بحثی که خانم اشتباه نکنم خانم طاهری فرمودن، اینکه بچه‌های حالا اونایی که نیرو انتظامی هن یا اون نیروهایی که دارن سرکوب میکنن باشون بتونیم حرف بزنیم و عقیدهشون کار کنیم و در مورد اسلام باشون صحبت کنیم که چه چیزی خوبه و چه چیزی بده. می‌خواستم بگم که این اصلا یه طرز فکر اشتباهیه، چون کسایی که توی نیرو انتظامی یا همون سرکوبگرا کسایی هستند که قدرت دستشونه و دارن از قدرت خودشون دفاع میکنن نه از عقیده خودشون. اینا یه عمری با حتی من نمیدونم واقعا تعجب میکنم یه سری ها توی اعتراضا میان میگن که نیرو انتظامی حمایت، در حالی که اصلا همچین چیزی امکان نداره. اینا خودشون چند سال با این قدرت دارن زندگی میکنن. شاید تعجب کنید که سرباز وظیفه هم اومده جلو داره سرکوب میکنه. چرا؟ چون همون سرباز با همون لباس سادهش وقتی میره توی رستوران یا وقتی میره توی جامعه یه قدرتی داره که ازش استفاده میکنه و همه بهش احترام میذارن و الان نمیاد اون قدرت رو به همین سادگی بیخیال بشه با قول معروف و به پیوند مردم. و این فکر میکنم یه خود جای فکر کردن داره و این انتظار زیادیه که ما بخوایم فکر کنیم اونا میتونن یا میکنن همچین کاری. اصلا همچین چیزی نیست و یه طرز فکر اشتباهیه. ممنونم. یا میتونیم بگیم یک نگاه متفاوت. خیلی خوشحالم که اینو گفتید، چون همون سرباز، همون نیرو انتظامی، همون پلیس، پدر، برادر و همسر یه خانواده دیگه است.
که شب میره خونه، اونم شاید خانوادهش با کارهایی که میکنن مخالف، ولی ما یادمون نره. من یادم میاد یه موقعی با وقتی که بازجویی میشدم میدونستم که ممکنه سوالایی که داره از من میکنه یا رفتاری که با من میکنه واقعا اگر مثل دوتا انسان رو برو هم نشسته بودیم، فارغ از اینکه اون بازجو بود و منم زندانی، اصلا این کارا رو نمیکنم. ولی اون پول میگرفت که این کارو بکنه، اون پول میگرفت که این حرفا رو به من بزنه، میدونید وظیفه‌شو داشت انجام. ولی بازم میگم ما یه قوای عقلی داریم، همونطور که یکی از دوستان قبل از شما اشاره کرد به موضوع حقوق بشری، اگه تو این کانتکست داریم بهش نگاه میکنیم، واقعا باید در همه حالتی همه آدما رو انسان ببینیم و بعد من تصمیم بگیرم، حتی اگر این لباس رو دارم، حتی اگر این قدرت رو دارم، حتی اگر دارم حقوق میگیرم برای این کار، تا چه اندازه مرام انسانی رو دارم رعایت میکنم. خیلی موافقم با همه دوستانی که تو این جمع گفتن ماها فرهنگمون باید با تربیت عوض بشه، یک نوع دیگه از تربیت باید شروع بشه، یک نوع گفتمانی، یک گفتمان دیگری که یه جور حرفای دیگه توش بیاد و این حرفا بیاد و بشه بخشی از فکر کردن ما و بخشی از عمل کردن. چون تعداد زیادی از دوستان دستشون بالاست، من بین دوستانی که صحبت نمی کنم، اگر لازم بود آقا عباس، آقا آرمین و آقای گلز. مثل اینکه آقای عباس بفرمه، آقای آرمین بفرمه. با سلام و خسته نباشی. من فکر میکنم که برای فرهنگ سازی میبایست که تمام ابزارها در اختیار یک جامعه باشه. یک جامعه اقتصاد داره، طبیعت داره، هنر داره، همه اینا، همه این ابزارها رو وقتی ما میتونیم به کار بگیریم که در رأس اون جامعه همچین چیزی رو بخواهن، وقتی که رأس جامعه، رأس هرم همچین قضیه ای رو نمیخواد و دنبالش نیست، اون جامعه کاری از دستش بر نمیاد. شما نگاه کنید وقتی ما توش جامعه ایران گرافیک زیبا و نرمی نداریم، یعنی چشمامون با یک گرافیک زیبا روبرو نیست، میری توی بولوارها، روی دیوار نویسی ها همش عکس خون ریزی، جوان هایی که کشته شدن. مثلا من بچه خودم وقتی که میخواست از این شهر به اون شهر مسافرت کنه، این تابلوها رو میدید، نمیدونست این تابلوهای شهیدایی که زدن اینجا چی هست، میگفت این جوان ها چی هست اینا اینجا زدن. بعد من براش توضیح میدادم که اینا یه موقعی رفتن جنگ و شهید شدن. به قول اینها دختر من میگفت که خب چرا سفر رو برای ما اینجوری تلخ میکنن؟ زیباست اگر زیبایی ها رو به تصویر بکشیم، نه اینکه زیبایی که من میگم باید زیبا باشه. اونجایی که میان میگن که حسین فهمیده رفت زیر تانک و مثلا فلان کارو کرد، این یه خشونته، اما اون داعش که میاد ماشینو منفجر میکنه، اون مثلا، یا اون یکی که میاد برای فشاری که روش هست کوکتل مولوتوف میندازه، یا مثلا حالا هر کار دیگه خشونت آمیزی، اون بده. من نمیگم این کار خوبه ها، من دارم میگم که ما باید از ریشه درست کنیم. ریشه کجاست؟ بچه های ما هستند. ما با جامعه‌ای که شکل گرفته و غلط شکل گرفته زیاد موفق نمیتونیم باشیم، اما اگر با کودکان کار کردیم میتونیم در آینده بسیار نزدیک به اون جامعه‌ای که ما، یعنی کانون ما دنبالشه، فکر میکنم خیلی سریع برسیم. ممنونم از اینکه گوش دادین و خسته شدین. شرمنده. نه بسیار عالی بود. من تصمیم گرفتم صحبت نکنم، ولی میخوام بگم اینکه همه ما به نوعی، چون فکرم از لحاظ سنی همه ما هممون بخش خیلی زیادی از زندگیمون رو در شرایط بعد از انقلاب بزرگ شدیم، حالا چه در خارج از ایران چه در داخل ایران فرقی نمیکنه، ولی میخوام بگم که این موضوعی که شما بهش اشاره میکنید و هممون هم میدونیم که خشونت فرهنگ ما و تو تربیت ماست، به خاطر اینکه برای مدت 40 و چند سال زیبایی، هنر، رقص، رنگ، هر چیزی که این لطافت رو به انسان بده گرفته شده و بنابراین ندیدیم
ندیدیم که مثل همه کشورهای دیگه که چطوری موسیقی آرامش میده، چطوری رقص ها، حرکت ها موزون، نمیدونم رنگ ها، جشن هایی که مردم همه با هم تو خیابون به طور خیلی ساده یه بستنی و یه ساندویچ سوسیس میخورن و نمیدونم چیزایی که میخوام بگم، اون لطافت ها وقتی از آدم گرفته بشه لاجرم ما آدم های خشن و خشک فکر و این خیلی حقیقتی بزرگیه که نمیشه انکارش کرد. آقای عباس منفرد اومدنشون، میخواییم میکروفونشون باز کنیم چون نوبتشون بود. عرض سلام ادب دارم خدمت یکایک که دوستان عزیز. من این تضاد و این صحبتهایی که دوستان هر کدوم نظر خودشونو گفتن واقعا محترمه. بالاخره هر کدوم از ما یه نظر داریم و ممکن نظر دیگری با نظر من همخونی نداشته باشه و این نشون دهنده یک جامعه آگاست که ما بتونیم نظرات همدیگر رو بپذیریم. من از دو جنبه میام به این قضایا میپردازم. یکی اینکه تشریع مواد قانونی و موارد نقضش و بعد رویکردی که در این ما بتونیم جامعهمون رو به یه جامعه متعالی یا چیزی که بتونه حقوق انسانی اجرا بشه میپرد. نگاه کنید دوستان عزیز، الان ما شاهد بدترین خشونت ها تو جامعه هستیم، چه از سمت نیروی انتظامی و قوای نظامی، چه از سوی مردم. حالا ما کتمان نمی کنیم هیچ کدوم، چون ما به اسم حقوق بشر هستیم. من به موارد قانونی میپردازم تا ببینیم این موارد قانونی که باید توی حقوق اساسی، قانون اساسی ایران اجرایی میشد و نشد تا الان که دیگه میگن دیگه اون صبر و حوصله دیگه جوابگو نیست. اصل 23 قانون اساسی میاد آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید رو مطرح میکنه. ما حقوق همجنسگرا رو میبینیم که دو تا اعدامی رو در آینده داریم. اصل 38 میاد ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار و شهادت در دادگاه رو. مصاحبه های نمایشی، بازجویی های تلویزیونی، آخرش سپیده رشنو بود. اصل 39 ممنوعیت حک حرمت فرد بازداشتی و زندانی. خانم مهسا امینی چه اتفاقی افتاده؟ آیا این ماده قانونی اصل قانونی اجرا شده؟ خیر. اصل 24 آزادی بیان در نشریات و مطبوعات. آیا یک نشریه و مطبوعات میتونه رهبر جمهوری اسلامی یا یک دستگاه زیر مجموعه ایشون رو انتقاد کنه؟ نه خیر، بسته میشه. اصل 26 آزادی انجمنها، جمعیتها، انجمنهای سیاسی صنفی، انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده. من سوالم از دوستان اینه، میگیم آقا خشونتی اتفاق افتاده، سوال من اینه چند بار معلمین جامعه ما برای فقط و فقط بحث رتبه بندی اومدن کف خیابون بدون اینکه بخوان حتی یک سطل آشغالی را آتیش بزنن، بخوان یک چیز کوچیکی رو تخریب کنن؟ چند بار برخوردهای خشن اتفاق افتاد؟ بازنشستگان ما دیگه افراد مسن هستن، جانبازان ما دیگه جانبازان جنگ تحمیلی، دیگه از خود حکومتن پاره تن این مملکت بودن، رفتن جون و حیثیت و همه چیزشون رو دادن، چه برخوردی شد باهاشون؟ اصل 27 آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، میگن اگر میخواید شما راهپیمایی انجام بدید باید بیاد مجوز از وزارت کشور بگیرید. وزارت کشور هم میگه ما به شما مجوز نمیدیم، شما میخواید برخلاف جمهوری اسلامی تظاهرات کنید یا راهپیمایی، حتی راهپیمایی سکوت داشته باشید. اصل 19 برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی، کردهای ما الان از چی برخوردارن؟ یا منبع درآمدشون کولهوریه، که کولهوری هم خب ما توی مرز نوسود هر روز داریم اخبار رو میبینیم که با گلوله مستقیم دارن کولهبر جوان ما رو میزنه. بلوچ ها، عرب ها، هر کدوم رو میبینیم دارن حقی از حقوقشون اجحاف میشه. نگاه کنید دوستان عزیز، در تبصره ماده 155، من اگر صحبتم به درازا میکشه و سر دوستان درد میاد من عذرخواهی میکنم، ولی نیاز بود که من این حرفو بزنم. در تبصره ماده 155 قانون مجازات اسلامی به موضوع دفاع مشروع میپردازه. همه اون مواردی که شخص میتونه به صورت عادی دفاع مشروع اتفاق بیفته در یک جاش میاد میپردازه، میگه مقاومت در برابر قوای انتظامی مشروع محسوب نمیشود.
دفاع در برابر رفتار ناعادلانه ماموران وقتی مشروع است یک قوای انتظامی از حدود وظایف خود خارج شود. شما با باتون به یک خانومی که بی دفاع است میوفتی به جونش، با شوکر به سر خانوم میزنی، فیلماش که هست نمیتونی ما کتمان کنی. دو، با دلایل و قرائن قوی بیم آن برود که رفتار آنها منجر به قتل، جرح، تعرض به ارض، مال و ناموس شود. همه این فیلمایی که داریم ما میبینیم، لباس شخصی ها، خود نیروهایی که لباس نظامی تنشون هستن چجور برخورد میکنن؟ پس نگاه کنیم، من اصلا به هیچ عنوان قائل به خشونت نیستم و همیشه محوریتم بر این بوده که گفتمان، عدم بددهنی، فحاش نکردن، همیشه برای این قائل هستم. ولی یک جا که این امکان وجود نداشته باشه، طرف مقابلت به هیچ عنوان هیچ حرفی از منطق نداشته باشه، شما چه کار میخواید بکنید؟ هی میخواید شما روبروش وایسی صحبت کنید، این آقا برگرده باباتون بزنه تو سر شما؟ برادر من، خواهر من، دوست عزیز، شما تا جایی میتونید با منطق جلو برید، طرف مقابلت حداقل 1% منطق را بهش قائل باشه. ولی وقتی من میبینم روبروم هرچی من صحبت میکنم برخوردهای خشن است، چی از دست من برمیاد؟ با این که من میگم در همه احوالات ما سعی بر این باید داشته باشیم که تا آخرین لحظه بر گفتمان پایدار باشیم، همون چیزی که حقوق بشر میتونه پابرجا باشه. آخرین نکته هم خدمت دوستان بگم، ایجاد هر رفتاری، ما میخوام حالا گذر از این زمان، ممکنه این اجتماعات به یک سرانجام خوب ختم بشه، ممکنه مثل سالهای 88 سال 98 متاسفانه شاهد اتفاقات بدی باشیم، ولی ایجاد هر رفتاری یک شبه ایجاد نمیشه. بیشک در بستر زمان، با گذشت زمان، میتونه شاهد ایجاد یک جامعه ای که دوستدار گفتمان حقوق بشر باشیم. بیشک 44 سال، 40 و اندی سال گذشته، ما توی خیابونامون درگیری ها و اعدام های حضوری رو دیدیم و هزاران درگیری ها و تنش ها رو دیدیم. بیشک اینها خشم های فرو خورده ای هستن که یک جا میزنه بیرون. ما مطمئنن ما باید یک مدت زمان طولانی رو در نظر بگیریم که جامعه ما با آموزش صحیح، نه تنها آموزش و پرورش، تمامی ارگان هایی که وظیفه آموزش رو دارن بتونن دست به دست هم بتونن در یک زمان و در یک بستر زمانی به آموزش صحیح بپردازم. من میبینم دوستان پیام میدن، من عذرخواهی میکنم ولی نیاز بود حرف دلم رو بزنم. نه عالی بود، خیلی خیلی همه نظرات دوستان، هرچند دوستان فکر کنم من حرف من اشتباه. نه نه نه، هیچ کس حرفش اشتباه نیست. ما اگر نشستیم اینجا داریم صبورانه به هم دیگه گوش میکنیم و از هم یاد میگیریم، برای اینکه میخوایم یاد بگیریم چه کار کنیم. بفرمایید جناب گلزار، بعد جناب جعفری، خانم حاتم و خانم مهاجر و مینا خانم. ولی من دوباره میگم آقای گلزار بفرمایید، بعدم آقای جعفری. بس که قطع شد فکر کنم آقای گلزار از اتاق خارج شدم، اما مایکشون رو باز کردم البته، ولی الان نمیبینم. آقای جعفری، آقای جعفری از دوستان لطفا در 2 دقیقه بفرمایید، چون فکر کنم 20 دقیقه بیشتر وقت نیست. بفرمایید. با سلام مجدد خدمت همه عزیزان. والا به نظر من خب یه حقیقتی هست و یه واقعیتی. حقیقت اینه که به هر حال همون چیزایی که به هر حال هممون میدونیم و دوستانم اشاره کردن، ولی واقعیت اینه که تو کف جامعه وقتی که به قولن درگیری هست، نمیان از کسی دلجویی بکنن یا باهاش صحبت بکنن، یا ای که اومدن و به شکل خیلی شدید دارن دختر و پسر جوون رو میزنن، میکشن. تا امروز آماری که بوده نزدیک 50 نفر به اصطلاح کشته شدن. خب اینا که با فوت کشته نشدن، با اسلحه کشته شدن، با باتون کشته شدن. و اگر به نظر من، اگر که شوری که آقای احمدی خواه فرمودن قضیه حقوق بشر،
قضیه حقوق بشر، قوانین حقوق بشر رو به نظر من باید تو هر کشوری بنا به شرایط و وضعیت اون کشور تعریف بکنن. و این نیست که اگر که مثلا ما تو جامعه آمریکا خب یا تو همین اروپایی که به اصطلاح هممون هستیم گوش به اصطلاح شنوا هست و میتونن به اصطلاح به حرف یک دیگه گوش بدن، ولی تو ایران اصلا گوش شنوایی نیست که کسی بخواد به حساب بری با طرف صحبت بکنی، چون اصلا تو این 43-44 سال اصلا گوش شنوایی نداشتن و هیچ وقت هم نبوده که حرف یکی یا حتی از اونایی که دیگه ما از هاشمی رفسنجانی به رهبری نزدیکتر نداشتیم چیکارش کردن، چه بلای سرش آوردن. هر کسی که با این تشکیلات و با اون افکار و رفتار اونا مخالف باشه گردنشو میزنن و هیچ فرقی هم براشون نداره که هاشمی رفسنجانی باشه یا منی باشه که اصلا براشون اهمیتی ندارم. ممنونم. خیلی ممنون، مرسی از تکرار مطالب، متشکرم. خانم حاتم بفرمایید. ببخشید خانم دکتر ثابت، آقای گلزار تکلیف آوردن. بله بله میفهمم. خواهش می‌کنم از آقای آقای گلزار در خدمتتون هستیم اگر که میکروفونتون باز باشه. خانم حاتم میخواین شما بفرمایید، بعد آقای گلزار. ظاهرا مشکل تکنیکی هست. عرض سلام و احترام دارم به همه دوستان حاضر. ببخشید من سرماخوردگی دارم، امیدوارم نفسم یاری بکنه بتونم صحبت کنم چند دقیقه. فقط همه صحبت ها رو از اول گوش دادم. در مورد اون چه که در ایران اتفاق میفته حقیقتا هممون آزرده هستیم، ولی من یه بچه دیگه ای رو که بهش اشاره هم شد تو اینجا صحبت شد میخوام اشاره بکنم. صلاحیتی ندارم در مورد، یعنی واقعا ایده خاصی الان تو ذهنم نیست برای این وضعیت حاضر در ایران. وقتی که داری کتک میخوری تو بتونی چه کار دیگه ای بکنی، حداقلش اینه که از خودت دفاع میکنی. ولی خیلی احترام میذارم به تمام شجاعتی که الان جوانای این نسل دارن در ایران. این خیلی قابل ستایشه، واقعا شجاعت میخواد. من در زمان انقلاب در ایران 13 ساله بودم، مدرسه راهنمایی میرفتم در شهر شیراز و شاهد اون جریانات کاملا بودم. اما توی جامعه هم بزرگ شدم که مبرا از خشونت بوده همیشه. یعنی من در طول زندگیم در کودکی به خاطر دگر باوری که داشتم از طریق مثلا همسایگانی که من میشناختن، یه پسری بود در مدرسه روبروی ما تمام مسیر پشت سر من میامد و به باورای من توهین میکرد تمام راه. یعنی من همیشه دنبال یه راهی میگشتم که ایشون با ایشون برخورد نکنه و خیلی اتفاقات دیگه. ولی فکر میکنم این نسلی که الان ما داریم در ایران این همه قدرت دارن، این همه منظورم شجاعت روانی دارن و استعداد دارن، شاید ماها خیلی کوتاهی کردیم در اینکه اینها رو توی کانالی ببریم که این بچه ها بدونن چجوری میتونن از حق خودشون دفاع کنن. من به نظرم اومد مثل این که اگر ماها که در اومدیم این طرف زندگی میکنیم داریم فضای، مثلا من آمریکا هستم میبینم، آیا این مشکل جوانای اینجا هست یا نه؟ ممکنه فرهنگ ها خیلی متفاوته، ولی دارم میبینم که نوجوان های اینجا با امکانات فراوان، یعنی تو مدرسه میری در هر مدرسه حداقل 4-5 هزار لپتاپ هست برای هر یه بچه و امکانات رفاهی بسیار زیاد، ولی این بچه ها سرگرم این سوشال مدیان و دیدید که اون چیز تیک تاک یه مشکلی رو ایجاد کرده که مدیر مدرسه وقتی صبح میاد میگه دیشب در تیک تاک همچین چیزی رو به بچه ها گفتن، چالشی رو انجام بدن و امروز مراقب بچه ها باشه. میخوام بگم این جریان دردی که در ایران هست در همه دنیا هست به خاطر سیاست ها و موضوع پول و قدرت. یعنی
پول حرف اولو میزنه و قدرت و سیاست ها دنبال اونه که دوستان مثال زدن که این عزیزانی که از ایران پاشدن اومدن بسیار راحت پذیرفته شدن با وجودی که پرونده هاشون رو باز کنید پر از جنایت. دنیا پر از اینه. من خودم یه توییت زدم به آقای ایلان ماسک، خواهش کردم SOS پشتش گذاشتم بالای صفحه که اینترنت ایران رو حمایت کنن. یا خیلی کارا میکنیم ولی اینا دارن تو اینستا و همه جا بلاک میشن. حالا من میگم کار راهکاری که شاید برای زمان طولانی دوستمون گفتن در طولانی مدت انجام میشه، ولی لااقل این کار ما که خارج هستیم بکنیم. فضای مجازی داریم. جوون خود من توی ایرانی بزرگ شده که شعرشون بود تو قلباتون چی دارید کینه دشمنا رو، یادتونه این آوازا رو. ولی الان این بچه ها همشون تو کلاب هاوسن و دارن مافیا بازی میکنن، یا روزومن دارن مافیا بازی میکنن. یه سری بچه ها نصفشون تو ایرانن بچه ها، یعنی 4 صبح اوناس میان توی این فضای مجازی که با هم مافیا بازی کنن. خیلی خوبه، اینا قدرت هوش خوبی دارن. ولی میخوام بگم اینو آخر بگم که زیاد حرف نزده باشم، شاید خیلی ایدئالی باشه، ولی وقتی که یه تخم مرغی نطفه درش تشکیل میشه، این فضای این تخم مرغ فاسد میشه. یعنی شما این تخم مرغ رو بشکنید دیگه نمیتونید بخوریدش، ولی توی این تخم مرغ داره یه نطفه شکل گرفته و داره از همین فساد استفاده میکنه، ظاهرا تغذیه شه و یه روزی این جوجه میشه در میاد. خب بنابراین توی این فضایی که خیلی سمیه شاید ایدئال به نظر بیاد، ولی ما بیاییم توی از همین فضای مجازیمون استفاده کنیم، یه گروه هایی رو تشکیل بدیم که جوانان بیشتر بیان و بیاییم مهارت های زندگی رو بهشون یاد بدیم، یعنی با هم یاد بگیریم، نمیگم یاد بدیم. من الان یه گروه کوچولو دارم مهارت تاباوری داریم میخونیم، جز اون 20 مهارت زندگی. یه کوتاه ترش اگه بکنید ممنون. مرسی. چشم. این مهارت تاباوری رو الان میخونم، میبینم کسی تاباوره که جامعه هم حمایتش کنه، فقط مهارت های شخص نیست، خانواده ای داشته باشه که بهش کمک بکنه، بعد تمام اینها کمک میکنه. اگر یه جامعه هایی تونستن تاب بیارن به خاطر این بوده، یا افرادی که تمام اینا رو داشتن. اگه فرصتی شد من اون رو توضیح میدم، ببخشید. خیلی خیلی ممنون، مرسی، نکته بسیار پر اهمیتی بود. بفرمایید خانم مهاجر، فقط خواهش میکنم از یکی دو دقیقه بیشتر نشه. ممنون. نسخه میکنم من مایک آقای گلزار رو باز کردم، ببخشید خانم. بله بله، الان خستم، چند بار شده. درسته. سلام دارم خدمت همه عزیزان، خانم ها و آقایان، و همچنین سلام به خانم سربستانی به خاطر مطالب خوبی که ارائه کردن، و من نظرات بقیه عزیزان رو شنیدم، دلنگرانی های اونها رو هم شنیدم، و در بسیاری از اون دلنگرانی ها من هم با شما اشتراک دارم. ولی یک چیزی رو باید توجه بکنیم، خشونت محضی که در حال حاضر داره اجرا میشه استبداده که خشونت میکنه. تصور کنیم نیروهای سرکوب رو، که واقعا جای تأسف داره که یه آدمی اسم خودشو بذاره من انسان نیستم، نیرو هستم، نیروی در خدمت قدرت، که کار من سرکوبگریست. این دیگه خیلی انسان خودش رو حقیر کرده. خب اینا از فردا نیان در خیابون، چه اتفاقی در ایران میفته؟ هیچ کس دست به خشونت نمیزنه، نیاز به خشونت نیست. اکثر این صحنه هایی که من همه رو سعی میکنم هر روز دنبال کنم، فیلم ها رو هم دوباره باز پخش میکنم، شعار ها رو هم جمع آوری کردم، الان حدود 40 شعار 38 شعار که در حقیقت در فیلم ها داده شده من جمع آوری کردم، بنگر یک چیزه. مردم یک تجربه بزرگ 88 96 98 و امروز یک تجربه رو دنبال کردن، تجربه که الان بهش رسیدن تکمیل کننده تجربه های قبلی است. یک کار بسیار مهمی که انجام گرفته، زنان نقش بسیار بزرگی رو در شکستن فضای خشونت در ایران دارن بازی میکنن، ایفا میکنن، و اون میگن خلق هنرمندی که از به اصطلاح خصوصیات زنانه که مردها ندارن،
آنچرا که ممکن نیست ممکن میکنن در صحنه های مختلف شما مشاهده میکنید. حالا از چیدن مو گرفته تا اینکه به عنوان اعتراض گرفته تا اینکه زنانی که روسری های خودشون رو آتیش میزنن یا اینکه فریاد میزنن به کمک یا اینکه به کمک مردان روند در اینکه نیروهای سرکوب رو کاری بکنن که از دست اونها نار نجات بدن. خب این یک عمل بسیار مهمی است، اما با بسیاری از دوستان که عنوان کردم من هم نظر هستم. کسانی هم هستن تصور میکنن الان باید بریم خونه مثلا فلان امام جمعه رو آتیش بزنیم، یا خیال میکنن اگه مسجدی رو آتیش بزنن خیلی هنر کردم. نه، هنر بزرگی نیست. اون کسانی که این کار رو میکنن و زمین سازی خشونت میکنن، چون که تصور بکنین کی بیشتر این مقدار اسلحه و نیروی سرکوب داره؟ استبداد حاکم بر ایران. پس بنابراین آن کاری که ما میتوانیم بکنیم اون نیست که عین اونا عمل کنیم. مهم اینه که ما دفاع از حقوق خودمون بکنیم. اون شعاری که در سال 96 داده شد، بیا بیرون هموطن حقت و فریاد بزن، الان شکلش به گونه دیگه عوض شده. شعارها رهبریت نظام رو و محوریت قدرت رو در ایران هدف گرفته. یک نوع همیاری و همبستگی در شعارها هست و این که میگه فقط عاملم کشته شدن یه هموطن نیست، بلکه فقر و فساد و جنایت، مرگ بر این ولایت یا مرگ بر این رهبری، انواع و اقسامش الان گفتن. بنابراین میگن که تمام این نارضایتی که در سطح کشور، حتی سازمان بهزیستی میگه که 32% جامعه ایران زیر خط فقر مطلقه. این خط مطلق رو باید اعتراض کرد بهش دیگه. اعتراض ها به این شکل داره بیان میشه. اما همین بحثی که ما میکنیم در خانواده ها هم هست که اگر شما بیشتر خشونت بخواهید بورزید، این استبداده میاد از این موقعیت استفاده میکنه، دو مرتبه سرکوب شدید میکنه. کار ما اینه که بگیم که ما حقوق بداریم و انسان‌های هستیم که دفاع میکنیم از خود ولی خشونت نمیبرزیم. این دوتا خیلی با هم تفاوت میکنه. میشه در جنگ دفاع بکنی ولی میشه در جنگ رفت حمله کرد، شهرها رو هم بمباران کرد. این دوتا روش مختلفه. به اون میگن جنگ، به این میگن خشونت طلبی یا اینکه نسل کشی. این دوتا با هم تفاوت داره. امیدواریم که جامعه ایران از این درسی که گرفته و کاملا جامعه با هم دیگه در پشتیبانی هم بکوشن تا دموکراسی رو در ایران ممکن کنیم. خیلی ممنون از حوصله شما. خیلی ممنون. متشکرم. بفرمایید خانم مهاجر. وقت دوستانم بخیر باشه. صدای من میاد؟ من امیدوار هستم که بتونم مطالبی که این جمع باعث شد که بتونم یه جمع‌بندی در این یه هفته‌ای که بر من گذشت رو بتونم مطرح بکنم رو بیان بکنم. من از یک خانواده دینداری برخواستم، صلح طلب، صلح جو، که تمام اون چیزی که حقوقی که از بچگی از من زایه شد با زبان مهر و صلح و زبان دین پاسخش رو دادیم و حقمون رو اینطوری مطالبه کردیم. اما الان در این یه هفته من دچار دغدغه‌ای شدم، چون احساس میکنم جامعه ما وارد یک رنسانس شده. من کجای این تاریخ قرار گرفتم؟ زبان آموخته های من، دانش من، زبان مردم و بچه هایی که در کف خیابون هستن نیست. با زبان دین و دانشی که من آموخته بودم نمیتونم پاسخگو باشم. اولین چیزی که بر من هست، من در این جامعه چه قبل چه بعد از این وقایع چطور میتونم متصل به جامعه ای بشم که نگرشش با اون نوع تربیت من متفاوته، با باورهای دینی من متفاوته. اولین چیزی که میخوام مطرح بکنم و در ذهنم اون رو کاشتم، من اسمش رو دیگه خشونت نمیذارم، مطالبه است. وقتی که من برم به این جوان بگم دست از خشونت بردار، همونجا دیواری بین خودم و این جوان کشیدم که تفکراتم با تو متفاوته، من مثل تو نمی اندیشم. پس حتی در تفکرات اون، در تحولی که باید دست به دست هم در اون جامعه ایجاد بکنیم، همینجا زبان نامشترک خودمون رو آغاز میکنیم. این یک مطالبه است. جوان امروز ما، جوان نسل من نیست که نگفتن بلد نباشه.
جوان امروز ما جوانی نیست که بهش بگن بشین بگه چشم. جوان امروز ما جوانی نیست که بگن آموزه دینی این هست اون بگه چشم. من دنبال روحانیت هستم و برای رسیدن به صلح با آموزه های دینی میرم. من برای پیوستن به این جامعه زبان امروز رو دارم جستجو میکنم. زبان نسل امروزم رو در پیش هستم. و اون تحولی که باید ایجاد بشه در اندیشه من هست. اول پذیرش و باور نسلی که امروز در کف خیابون هست و تطبیق اون با اون چیزی که از جامعه دینی من برخواستم، از اون جامعه که به من صلح پروری رو آموخت. زمانی که من این زبان مشترک، قلب مشترک، باور مشترک با جوان امروز رو یاد گرفتم، میتونم این تحول، این رنسانس اخیر رو دریافت بکنم. من در این جامعه جا دارم، من در این جامعه تاثیرگذار میشم. پس چیزی که من دارم در این هفته تلاش میکنم یادگیری برای خودم هست. ما باید معانی واژه هامون رو تغییر بدیم. این خشونت نیست، این مطالبه است. وقتی این رو من بپذیرم مسلمه که با زبان دیگری باش سخن خواهم گفت. من فقط خواستم احساسم رو بگم، چیزی که این یه هفته باش درگیرم. من دنبال تحول درون خودم میگردم، من دنبال زبان مشترکم با جامعه و نسل امروزم میگردم، برای اینکه بتونم موفق تر در این جامعه تاثیرگذار باشم و بتونم تحول رو با هم دیگه دوشا دوش ایجاد بکنیم. مرسی. خیلی عالی بود. فکر میکنم از اون خشونت رسیدیم به واژه دفاع مشروع، از دفاع مشروع به واژه مطالبه‌گری. مطالبه‌گری تو صحبت دوستان قبلی انسانیت، جستجوی انسانیت و اینکه حق همه انسان‌ها به هر شکلی داده بشه و شکل‌های متنوع. و من فکر می‌کنم واقعا حقیقتاً این گفتمان خیلی برای خود من خیلی ارزشمند بود، تا اینجا یه سیر خیلی خوبی رو پیش ببره. جناب ملایان بفرمایید. عرض سلام و درود، اگه لازم باشه الله اپا. میخواستم بگم که من یه سوالی پیش اومده که من دفعه اول در جلسه شما شرکت میکنم و حقیقتش مرامنامه این جلسه رو خوب نمیدونم، ولی خب سوالمو میکنم، امیدوارم که با سوال شما تطبیق داشته باشه. بنده و همسرم در یک گروه واتساپی با هموطنان خودم هستیم. در این گروه بیدین هست، بادین هست، حتی کسانی که طرفدار رژیم هم هستند اونام هستند. یک گروهی هست تقریبا 20 نفر هستیم و همیشه خب با هم دیگه تبادل نظر میکنیم. ولی یه سوالی رو مطرح کردن از من و همسرم، فقط ما دوتا بهایی هستیم، و میگن که هر دینی که آمده اول مظلوم بوده و مظلومیت به خرج داده و بعدن خشن شده. ما چطوری مطمئن باشیم که شما بهاییام که الان در حالت مظلومیت هستیم در آینده نباشیم و دست به خشونت نزن؟ اگه امکان داره، نمیدونم، اگه جوابشو اگه دوستان میدونن به ما بگن که ما باهاشون در میون بذاریم. خیلی ممنون، متشکر. خیلی ممنون، مرسی. جناب سبزیان بفرمایید. درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران عزیز. من سعی میکنم سعی تو 2 دقیقه بگم. اگرم بگم دارم تون صحبت میکنم، میخوام تو همون 2 دقیقه جا بشه. همونجور که تو چت هم نوشتم، متاسفانه من تو این جلسه حس نکردم دیگه، دیدم که داریم برای سرکوب معترضان صحبت میشه یه سری از دوستان، متاسفانه. و من آدم کلن احساسی هم هستم، نمیتونم ببینم که مردم هم دارن میمیرن و سکوت کنم. میخواد هر جایی باشه، هر کسی باشه، هر گروهی باشه. و من سوال دارم، من شخصی رو نمیگم، سوال دارم، کجای این اعلامیه 30 ماده گفته شما برو با کسی که به تیر میزنه تو سر یک کودک 10 ساله برو باهاش صحبت؟ کجای این اعلامیه نوشته؟ که اگر نوشته باشه من از همین تریبون اعلام میکنم سبزیان فعال حقوق بشر نیست. بس بابا، دارن میمیرن ملتمون.
الان برای من، برای سبزیان، نظر منو دو گروه وجود دارن، یا با مردم یا ضد مردم. خشونت نیست، ملت دارن میمیرن. کسی که با دست خالی جلوی گلوله ساچمه‌ای، تفنگ ساچمه‌ای، گلوله این، من دیدم AK-47 داره کلاش با کلاشینکوف دارم میزنم ملت رو، این خشونته؟ اگر کسی واقعا، من نمیگم، اصلا من با هیچ نمیگم این موافقم با خشونت، من همه این بچه‌ها میشناسم، من آدمی هم که همیشه گفتم نه به اعدام، حق حیات. من میگم اینا حتی انسان هم نیستن، که بسا اگر انسان بودن بچه رو نمیزدن با تیر. بیایم به خودمون بیایم. من نمیگم سبزیان درست میگه، برید درون خودتون پیدا کنید. اصلا من اشتباه میگم، ببینید دارن میکشن ملت رو. کاملا حق با شماست جناب سبزیان، هیچ بحثی در این باره نیست. موضوع اینه که چطوری رفتارها و گفتارها و تصمیماتی که ما میگیریم دامن به این خشونتی که هست نزنه. میدونید یه وقتی ما میتونیم یه رفتاری بکنیم که دامن بزنه، یا گفتمانی داشته باشیم که دامن بزنه، میتونیم یه رفتار و گفتمانی داشته باشیم که در همین حد و حدود نگرش داره و دیگه بیشتر از این نره. چون ببینید گفتن ممکنه بریزن خونه های مردم یکی یکی آتیش بزنن، همین که الان داریم میگیم، ماشین و مغازه هاشون رو خراب بکنن، همینطور بره جلو، ولی در یه حدی هیچ کس هیچ بحثی نداره که اتفاقی که داره میفته از خشونته، از هر دو طرف. هیچ مشکل، هیچ کسی موضوع رو انکار نمی کنه و همه ما یه بغضی تو همه گلومون هست، این درش شکی نیست. صحبت اینه که چطور دامن نزنیم به این موضوع، چطور در حالی که داریم مقاومت میکنیم، در حالی که داریم مطالبه گری میکنیم، در حالی که داریم دفاع مشروع میکنیم، همه عبارتهایی که گفته شد و هر چیزی که هنوز گفته نشده ولی به بدتر کشیده نشه. میدونید قضیه، من دارم حداقل اینجوری میفهمم و احترام میذارم به اون مطلبی که شما گفتین، به دلیل اینکه واقعیت محض. مینا خانم بفرمایید. مینا خانم و بعد بله آقا آمین، میکروفون شما باز شد. من میتونم صحبت کنم؟ من خسته نباشید میگم به دوست عزیزمون و برای احساس پاک و زیباش و احساس ناراحتی که دارن برای این عزیزانمون که اونجا کشته میشن، گیسوانی که در خون میشن، باز یادآور میشم، گیسوانی که در خون میشن. مردان ما آنچنان جانفشانی کردن در جنگ که گیسوان بر خون نشن توسط دشمن، اما الان به چه شکل دارن به خون میشن گیسوان عزیزان ما؟ بگذاریم. اما خشونت، در جواب اون دوست عزیز پدر گرامی بهاییمون میخوام بگم که دین هر جا اومده، نه که دین، قدرت هر جا اومده تا حالا نشون داده که نمیتونه پاک بمونه، قدرت به فساد کشیده میشه هر شکلی باشه. نمیگم بهاییت رو چیز نمی کنم، که قضاوت نمی کنم که به فساد کشیده بشه، اما قدرت روحانیت رو به فساد کشونده، اقتصاد رو به فساد کشونده، فرهنگ رو به فساد کشونده. ما چرا خشونت رو الان فقط تو خیابون میبینیم؟ خشونت اونه که یک پدر وقتی از جلوی ویترین مغازه‌ای رد میشه نتونه یه آدامس بگیره برای بچهش، بچه ای که برای خود من اتفاق افتاده، بچه یک ساله به ویترین نگاه میکنه و میگه شما ناراحت نشو پدر، من فقط نگاه میکنم. این خشونت، اینا همه خشونت، این همون خشونتیه که الان شده خون، خون در جلوی جوانان ما، اما اونا رو ندیدن، الان دارن میبینن. اگر این هم نبینن
بعداً بدتر از این رو خواهند دید. ممنونم. نه، کاملا موافقم با شما و فکر میکنم آقای منفره توی این مبحث رو خیلی خوب باز کردن. اشکال خشونت واقعا شیوه های متفاوتی داشته و یکی از ناراحت ترین کنند شکلایی رو که ما داریم میبینیم همینی هستش که آقای سبزیان بهش اشاره کردن، وگرنه شکلای خشونتی که مردم ایران تجربه کردن، کودکانش، بزرگسالانش، به قدری وسیع بوده که اصلا بحثی درش، یعنی میدونم هممون به یاد میاریم چون هر کدوممون احتمالاً نه یکی چند تاش رو تجربه کرد. مینا خانم در خدمت شما هستیم، دستتون بالا بود و بعد آقای خانم فریده و بعد آیفون. خواهش میکنم، منم میخواستم در واقع با آقای سبزیون هم نظر بودم. اینقدر وضعیت و شرایط خراب هست، اینقدر واقعا مردم رو دارن کف خیابون سلاخی میکنن که جز این که آدم نمیدونم چجوری بگم، یعنی شاید من اینجوری بگم خشونتم کمه، باشون بجنگی، یعنی چون هیچ جایی نذاشتن، یعنی همه، یعنی واقعا من چیزایی رو که میبینم اصلا مثل همیشه نیست. دارم واقعا در یه جمله بگم فقط مردم سلاخی دارن میکنن، کی میتونه کی اصلا میتونه با این حرف بزنه، گفتمانی داشته باشه؟ کاملا در واقع همینو میخواستم بگم که ایشون گفت. خیلی ممنون، حقیقتا ممنونم از اینکه دوباره اینو گفتید. من خواستم فقط بگم که ما این چون اومده جلو داریم میبینیمش و این تاثیراش میاد میبینیم، به قول آقای آرمین و خیلی از دوستان دیگه که اشاره کردن، شکلای خشونتی گذشت در این 40 چند سال که ما ندیدیم، هیچ کس ازش حرف نزد. اون پدری که نتونست داروی بچهش رو بخره، اون مادری که به خاطر اینکه بچهش بره مدرسه داروهای خودش رو در واقع نخرید و از بین رفت. نه فقط خشونت اقتصادیش رو میخوام بگم، بسیاری از گروه ها هستن در همین جامعه ایرانی که برای مدت 40 چند سال هیچ وقت صدا نداشتن. تعداد خیلی زیادی از دانشجوهایی که از تحصیل محروم شدن، حتی سالهای آخر بودن ولی محروم شدن. تعداد خیلی زیادی از کارگران که فقط به خاطر خیلی مشروع برای افزایش حقوقشون صحبت کردن یا حتی به خاطر حقوق نداده بهشون صحبت کردن، هممون یادمون میاد دیگه اینا رو. و اینا الان کسی نمیدونه که معلمینی که واقعا الان جاشون تو زندان نیست، جلوی مدرسه توی کلاس درسه و و و و خیلی بچه‌هایی که به خاطر بخاری که درست نبود توی مدرسه آتیش گرفتن، همه اینا خشونت بود. منتها میگم اینایی که الان داره میاد رو ما داریم میبینیم و دربارش صحبت میکنیم، ولی میدونم همه اونا تو ذهنمون هست و اگر داریم صحبت میکنیم درباره این که ما باید راهی پیدا کنیم واقعا و هدفی داشته باشیم، اینه که این همه سختی و تحملی که داریم، همه زخمی که رو زخم داره میخوره، باید یه جای نتیجه بده به مرور زمان. بفهمید فریده خانم بر بعدم آیفون. سلام خدمت تمام عزیزان، وقتتون بخیر. به نوبه خودم تسلیت میگم واقعی درگذشت خانم مهسا امینی و تمام واقعا مردمی که بیگناه دارن وسط خیابون کشته میشن و هیچ کس نمیبینه، یعنی اسامشون واقعا قابل رویت نیست. من دقیقا با صحبت آقای سبزیان موافق هستم. شما ببینید الان کسی نمیگه رأی من کجاست، کسی نمیگه بنزین چرا اینجوریه، کسی بحث اقتصاد نمیکنه. الان همه بحث آزادی میکنن، الان همه میگن آزادی میخوان آزادی بیان داشته باشن، میخوان بفهمن دارن چه جور زندگی میکنن و دارن اعتراض میکنن. شما ببینید نوجوان 16-17 ساله رو دارن چطوری میکشن و چقدر رفتارهای وحشیانه ای دارن با جوانای مملکت. خب اینا باعث میشه که بچه‌ها هر جور باشه تو روحیه، تو اعصاب، تو روان بچه‌ها واقعا تاثیر خیلی بدی میذاره. یعنی فقط ما بچه‌ها نیستیم، ما بزرگا نیستیم، بچه‌های ما همه با وجودی که تو ایران نیستن الان دارن عذاب میکشن، همه واقعا از لحاظ روحی به هم ریختن که دوستاشون، جوونا اونجا چطوری دارن تلف میشن، واقعا جای تاسف داره. و امیدوارم روزی برسه که تمام ملت ایران آزادی رو با تمام وجود حس کنند. ممنونم از اینکه مایک رو در اختیار من گذاشتید.
خیلی ممنون از صحبت شما، خیلی متشکرم. بفرمایید خانم یا آقایی که آیفون اسمشون هست. سلام، من سارا هستم، نمیدونم صدای منو داری؟ بله بله سارا خانم. خب من اولین بار تو جمعتون هستم، خواستم بگم که حرفای خیلی قشنگی زده شد، مرسی از همگی. و اینکه ازتون خواهش کنم که لطفاً لطفاً اگه تکلیفمون با خودمون مشخص نیست، به آدمایی که الان دارن جونشون رو کف دستشون گذاشتن و تو خیابونا هستن حرف جمهوری اسلامی رو نزنیم، بهشون نگیم نا خشونته، اینا هم واقعا مطالبه گرن. ما در فضایی میتونیم به این بگیم خشونت که فضای دموکراسی وجود داشته باشه، نه اینکه اینا هیچ حق اعتراضی ندارن. ما نمیتونیم صدای جمهوری اسلامی باشیم برای اینها. من وقتی که پدری رو دیدم که 70 سالش بود و پسرش فوت شده، کشته شده بود در این اعتراضات، کردستانی بود، کرد بود این هموطن، و وقتی گریه نمیکرد و با صلابت وایساده بود و میگفت برید و این کار رو تموم بکنید، برید تو خیابون و اعتراض بکنید، اونجا من گفتم گفتن مرگ بر هیچ اشکالی نداره. صدای این جوون ها شدن و آتیش زدن به چند تا سطل زباله که نشون بدن این خشم را، که نشون بدن این همه گرفتن آزادی جوون هامون را، گرفتن آزادی، حق آزادی ادیان را، گرفتن حق آزادی کوچکترین کوچکترین چیزی که ما انسان ها باید داشته باشیم رو، پوشش رو. وقتی میبینم که اینها میگن برید تو خیابون، ما نباید جلوی اینا وایستیم، نباید دودلشون کنیم. اگه نمیریم دودل هم نکنیم، صداشون باشیم. اگه هنوز به خودمون دو بشکیم که نباید مرگ بریم بگیم، نباید اینها خشن، اینا خشونت میاره، خشم میاره، الان توی ایران بحث خشم آوردن نیست، چون اینا خشم نیست، اصلا نباید اسمش رو گذاشت خشم، باید اسمش رو تغییر داد، باید بگیم اینا مطالبه گرن. و مرسی از این فضایی که گذاشتین، همه خیلی قشنگ صحبت کردین و من خیلی لذت بردم، مرسی از همگی. مرسی از این که اشاره کردید که اینا مطالبه گریه. بفرمایید جناب شفیعی و بعد خانم دهقان و خانم محبودی. سلام میکنم دوستان، خسته نباشید. خب بحث خیلی مفصلی هستش، من یه کوتاه جنبندی میکنم، کوتاه به این صورت که اصلا در جامعه ما الان خشونتی اتفاق نیفتاده از طرف مردم نه از طرف دولت، و این اتفاقی هم که الان داره میفته در واقع یک آگاهی جمعیه. من همیشه اعتقاد دارم که ما در آگاهی میتونیم موفق بشیم. این آگاهی جمعی رو الان در جامعهمون میبینیم. نوع شعارها بحث آزادی است. چیزی که خیلی به ندرت در تظاهرات قبلی میدیدیم. و این خیلی مسئله مهمیه. و ما وظیفه داریم احترام بذاریم به این حرکت جمعی، یا این آگاهی جمعی که خواستش اینه به هر شکلی که خودمون جمع میتونه عمل بکنه ما باید احترام بذاریم. و عملا به قول دوستان مطالبه گری یا به نظر من حق خواهی است و خواستن این حق یک اصل است و من معتقدم که این حق حتما باید پیگیری بشه و جامعه در همین آرامشه که الان داره میره به جلو ادامه بده که حتما هم موفق خواهد شد. چون من دوره انقلاب رو دیدم، حرکت ها رو دیدم، آشنا هستم به این مسائل، و زمانی ما موفق شدیم در زمان انقلاب که در واقع تونستیم دونه دونه جامعه رو آشنا بکنن و وارد بشه. البته این آگاهی جمعی رو من واقعا دارم میبینم به خصوص در نسل جوان، یعنی در دهه 80 و شاید دهه 80 ما، 80 ما فوق العاده ان، یعنی اصلا خیلی عالی بود جناب شفیعی، مخصوصا با این واژه‌ای که به کار بردید، حق خواهی. فکر کنم همه ما داریم بیشتر و بیشتر میفهمیم که واقعا دنبال چی بگیم که درسته، که اون حالتش رو هم، که اون واقعیتش رو هم نشون بده. خیلی ازتون ممنون. بفرمایید سرکار خانم دهقان و بعدم
خانم محبودی و خانم رضایی. با درود و وقت بخیر به همه دوستان. من فقط خیلی سریع میخواستم یه جمع‌بندی بکنم از صحبت از ابتدا تا به الان که ما راجع به فرهنگسازی صحبت شد، که خب میدونیم که همونجور که دوستان توضیح دادن این زمان میبره، این فرهنگسازی خیلی خوبه ولی زمان بره، ولی الان ما چه کار میتونیم بکنیم که یک مقدار سرعت بخشیده بشه به این مسائل و یعنی کاری انجام بشه. ما الان میدونیم که این کشورهای غربی بودن که این حکومت رو آوردن و این مسائل بیشتر پیش اومد. خب این همین کشورهای غرب، همین سازمان مللی که الان راجبش صحبت میکنیم، که البته من معتقد نیستم سازمان ملل، چون سازمان ملل یعنی سازمان ملت ها، یونایتد نیشن یعنی سازمان، ولی باید در حقیقت اسمشو گذاشت سازمان دول به فارسی اگه بخوام بگیم، یعنی سازمان دولت ها، که همون فقط دولت ها هستن که حالا هر چیزی که تصمیم میگیرن و کارهایی که انجام میدن. خب کاری که الان ما مثلا الان در این جمع کوچیک که الان هستیم و همینجور گروه های دیگه با صحبت کردن و نتیجه گرفتن میتونن انجام بدن، و همینجور ما داریم الان از حقوق بشر، کمیته‌ای من دیدم مثل این که کمیته های حقوق بشر اینجا کاری که میشه انجام داد، نامه هایی رو نوشتن به سرعت برای همون سازمان ملل که الان حالا اسمش الان سازمان ملل هست، که با این مسائلی که پیش اومده در ایران و این مسائل نه فقط هم در ایرانی که ما داریم، اون طالبان رو داریم میبینیم در افغانستان و بعضی کشورهای دیگه، که چقدر مسائلی به وجود میارن برای ملت های اونجا، نامه هایی نوشته بشه. و الان چیزی رو داریم که جدید پیش اومده، ورود این آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی به اونجا، فرش قرمز. حالا فرش قرمز پهن نکردن ولی در حقیقت فرش قرمزه، وقتی اجازه میدن که اون بره حرف بزنه و به جای اینکه به قولن عکس مهسا رو بیاره، میاد عکس یک قاتل رو میاره بالا و جور دیگه اصلا حرف میزنه از اوضاع ایران، اینو بهشون گوشزد بشه. هرچند که میدونن نمیخوان به روی خودشون بیارن، اما در نوشته های مستقیم این چیزا بهشون گوشزد بشه که بگن خاص ملت اینه و شما دارین نادیده میگیرین. وقتی که نامه های مختلف از این گروه های حقوق بشری فرستاده بشه، مطمئنن بالاخره تاثیر میذاره، حالا هر چقدر هم که کم دیرتر بشه، ولی بالاخره یه تلنگریه که اگر نمیخوانم اینجوری بشنون، ولی بالاخره طبق این نامه ها بذاره به خودشون بیان. شاید ببخشید، کاملا درسته، نه فقط گروه های حقوق بشری، بلکه همه آدم ها میتونیم، همه ماها میتونیم در نوشتن این پتیشن ها یا در امضاها یا در خبر رسوندن به مردمی که باشون داریم در کشوری که زندگی میکنیم، واقعا آگاهی، همینی که صحبت کردن چند تا از دوستان، آگاهی رو باید بالا برد، سرعت بخشید این آگاهی برای حق خواهی، حق طلبی، مطالبه گری، اینا چیزای واژه‌های قشنگی بود که به کار بشه. بفرمایید خانم محمودی. درود خدمت همه دوستان و درود خدمت رها ثابت عزیز. من قبل از اینکه برم سر اصل مطلب، خیلی دیر اومدم و نشنیدم دوستان رو، اگر من نکته ای رو گفتم که تکراری بود، پیشاپیش عذر من رو بپذیرید. یکی از دلایلی که خیلی دوست داشتم بحث محسوبی که واقعا قلبم تپش قلب میگیرم وقتی که اسمش میاد و انقدر که ما درگیر این مسئله هستیم این روزها، یه مسئله که برام خیلی مهم بود تو این جلسه باشم، خود رها ثابت بود، شخصی که هزینه داده و خیلی خیلی کنشگری کردید خانم ثابت، و من شما رو در منزل پدریتون بعد از این که از زندان آزاد شده بودی دیدم و یادم نمیاد، یعنی یادم نمیره هیچ وقت لحظه ای که با هم صحبت میکردیم و در مورد این تکه پارچه ای که وقتی توی انفرادی بودی بهت امید میداده، حالا یه تکه یه چیزی بود، نمیدونم پارچه بود، نمیدونم چی بود، بهت امید میداده برای اینکه
بخوای به اون فردایه و اون لحظه هایی که چون تازه اومده بودی، اون واژه ها، اون کلمه ها، اونها چیزهایی بوده که توی این همه سالها که 10 سال ازش میگذره توی ذهن منه و شاید حالا شما قیافه هامون و همه چی انقدر تغییر کرده که همدیگر رو به خاطر نیاریم. خیلی خوشحالم که امروز توی این جلسه هستم در حضور شما که به جا و به درست دارید صحبت میکنید، چون کنشگری کردید و میشناسید توی این زمینه بازی بودید. برگردم سر مهسا و اتفاقی که افتاد. دوستان، من از چند جنبه این مسئله رو بررسی میکنم. مهسا یک زن بود که مورد که سالی 43 سال مورد ظلم سیستماتیک جمهوری اسلامی، اون یک کرد بود، یک شخصی که سالها و سالهاست مورد تبعیض قومیتیه. یعنی ما داریم از تبعیض جنسیتی حرف میزنیم، داریم از مهسا حرف میزنیم و از تبعیض قومیتی حرف میزنیم، داریم از مهسا حرف میزنیم و از تبعیض دینی در ایران صحبت میکنیم. و این تبعیضها چیزهایی هستش که تک تک ما توی زندگی هامون یه روزهایی به یه جوری حسش کردیم، لمسش کردیم و این آدم تبدیل به نماد شده. و مردم ایران که در دوره‌های قبل اعتراضاتشون و مطالبه‌گری‌هاشون سیاسی بود در ابتدا، یعنی افراد برای مطالبه‌های سیاسیشون می‌اومدن بیرون، بعد شد اقتصادی، این بار برای یک مسئله اجتماعی اومدن بیرون و برای خونخواهی مهسا اومدن بیرون. و اینجا یک بحث حقوق بشریه، کامل این بحث حقوق بشریه. و دوستان، من فکر میکنم این دیگه حوزه ماست، اینجاست که دیگه ما باید قدم برداریم، ما باید همت کنیم. این دیگه مهسا کسیه که نه بود تظاهرات کنه، نه اومده بود وارد حزبی بشه، نه با کسی در ارتباط بود، نه فیلم فرستاده بود برای کسی، نه هیچ کدوم این کارا نکرده بود. یک انسان بود که فقط اومده بود تهران و این اتفاق براش افتاد. و اینجاست که بحث حقوق بشریه. یعنی و حالا ما بگیم قبلا میگفتیم اپوزیسیون، نه، ما هیچ چیزی نمیتونیم بهش ربط بدیم. ما فقط میتونیم بگیم که چرا این همه آدم اومدن. شما یک لحظه فکر کنید خودمون که اینجا نشستیم، یعنی خودمون با خودمون هم که تنها باشیم، انسان ها توی ذهنشون اصلا خجالت میکشی از خودت کنشگری نکنی، خجالت میکشی امتداد این صدا نباشی، اصلا نمیتونی بشینی، نمیتونی آروم بگیری، برای اینکه واقعا ظلمی اتفاق افتاده و این ظلم و این آدم نماد تمام ظلم های سیستماتیکی که جمهوری اسلامی در همه این سالها انجام داده. مهسا خشونتیه که جمهوری اسلامی کاشته و ما امروز جوانهامون رو توی خیابون میبینیم. و حالا دوستان هر کدوم یه چیزی بهش گفتن، من میگم دفاع مشروع، همون صحبتی که خانم شیرین عبادی هم داشتن توی یک حالا فضایی ما با هم بودیم که در مورد دفاع مشروع صحبت کردم و گفتن اینها خب دارن از خودشون دفاع میکنن، چون که پلیس داره بهت حمله میکنه، تو میتونی از خودت دفاع کنی. اگه با چاقو به تو حمله کنه، تو میتونی با چاقو جوابش بدی. اگه با ساچمه به تو بزنه، تو میتونی با ساچمه جوابش بدی. و اصلا الان مردم ما که دست به اسلحه نبردن و همچنان دارن با دست خالی میجنگن و برای آزادیشون دارن میگیرن، برای اولیه ترین حقوقشون میجنگن. و من اینجا حرف خود اون جوانها رو میگم ما 16 میلیون نفریم، ما اومدیم که شما رو سرنگون کنیم، ما اومدیم که حقمون رو بگیریم. و اینها اصلا لیدری ندارن و اتفاقا یکی از دلایل موفقیتشون همینه، چون این یه چیزی که از درون این انسان ها اومده و همونطوری که حالا آقای شفایی گفتن یا بقیه، اینها آگاهن به حقوق خودشون، پس چیزی نمیتونه جلودارش باشه. وقتی که بحث نماز جمعه بود، من به عنوان فردی که توی 88 و توی قبلش بود تاریخ این جنبش رو میدونستم و توی 98 بیرون بودم، خودم جز این افراد بودم، منتظر بودم که امام جمعه بخواد بیاد یه حرفی بزنه و شب بخواد سر، نه ما دیدیم که اصلا تمام معادلات به هم ریخته و اینها اصلا کاملا براشون قابل پیشبینیه و هر رفتاری که رژیم میخواد برای سرکوب داشته باشه، اونها دارن برعکسش رو انجام میدن. و اتفاق بزرگی که افتاده اینه که اینها استقامت میکنن، اینها مقاومت میکنن، اینها برای آزادیشون میجنگن. و این یک دستاورد بزرگه، چون که ما ایرانی ها همش متانت به خرج میدادیم، همش میخواستیم خشونت نکنیم و هی زدن، کشتن، بردن، اعدام کردن، محروم کردن از هر چیزی به خاطر دینت، از تحصیل محروم میشه. اصلا شما خود
رها جان برای چی این همه توی زندان بوده؟ چه کار کرده بودی؟ اصلا چرا الان بیرون از ایرانی؟ چرا من بیرون از ایرانم؟ چرا؟ به خاطر همه این ظلم هاست و الان ما رسیدیم به اینجا، به اینجای نقطه که رسیدیم، اینجا میشه مسئولیت اجتماعی تک تک ما آدم ها. ما چیکار میتونیم بکنیم دوستان؟ الان جنگ اطلاعات، جمهوری اسلامی که دست از تلاش خودش برای بقای خودش برمی داره، نیروهای جمهوری اسلامی کوتاه کنن زبان. بله کاملا خواهش می‌کنم. آره. من الان اینو جمع، جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه صدای این بچه‌ها نرسه و وظیفه تک تک ما هست با ایمیل. آره. ببخشید زمان، چون بحث و گفتگو سخنرانی نیست، بحث و گفتگو دو دقیقه، خیلی خیلی عزت بذارین سه دقیقه شما. ما چون هفته آینده یعنی از فردا ما مرتب هر شب برنامه داریم، لطفاً به عنوان یه سخنران خودتون رو پیش آقای پرویزی یا خانم رضاوند کاندید کنید، بیاید ما شاءالله یک ساعت حرف بزنید. ممنون شدیم، ممنون هستیم از همه دوستان، مرسی. فکر میکنم وقتم داره تموم میشه. خانم ببخشید، خانم رضایی، آقای ولیزاده و خانم ممتازیان بفرمایید. درود و خسته نباشید میگم خدمت همکاران عزیز. دوستان بیشتر موارد رو مطرح کردم، من فقط یک موردی که از دوستان فرمودن که حال ایران خرابه، میخواستم بگم اتفاقاً با وجود علارغم این که هممون ناراحتیم از این عزیزانی که از دست میرن، اتفاقا حال ایران خوبه. وقتی میبینید توی مردم میرن تو خیابون و من اون جوانی دیدم فقط فریاد میزنه، یعنی اون صدای خفه شده در گلوش رو داره میرزه بیرون. اتفاقا حال مردم خوبه، ریختن بیرون و اون صداهایی که در درون اونها خفه کردن رو داره بیرون میرزه. بله اتفاقا، و این فریاد، اون فریاد حق طلبیه و اون دادخواهیه. الان میگه من دادم رو میخوام. همیشه ما زبان قدیمی میگفتن حق گرفتنیه، الان دادخواهی است. یه اسمای دیگه روش نذاریم، من دارم دادخواهی میکنم، من تحسینشون میکنم، بهشون آفرین میگم و میگم به این کارتون ادامه بده، چون دادخواهی باعث میشه که عدالت. حالا ما دیگه وظایف در قبال اونها داریم به کنار، ولی بدونید این دادخواهی و تحسینش کنیم. الان حال ما خوبه چون به این آگاهی و بیداری رسیدن. مرسی. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون. بفرمایید جناب ملیزاد. خب سلام خدمت همه، خیلی صحبت های خوبی رو شنیدیم و خیلی نتیجه گیری و راه حل خوبی رو از این حرفا دریافت کردیم. ابتدا جانباختن مهسا امینی و دیگر جوانانی که در چند روز اخیر در این اعتراضات جون خودشون از دست دادن رو تسلیت میگم. ما توی این اعتراضات شاهد خشونت بودیم، ولی این خشونت رو باید از ریشه این نگاه. خشونت رو کی شروع کرد؟ چه کسی با جرم که نه نمیشه بهش گفت، چون به خاطر حجاب اجباری یک جوان 22 ساله رو گرفت و بردن شکنجه دادن و جون خودش رو از دست داد. کی اول به مردم شلیک کرد؟ توی کدوم مملکت میبینه که با شلیک مستقیم به معترضان اونا رو سرکوب کنن؟ متاسفانه خشونت هست، خشونت اصلا توی این راه هست، ولی خشونت رو مردم شروع نکردن. خشونت از طرف ماموران امنیتی نظام بود. و یه چیز دیگه بگم، ما باید مطالبه گر باشیم، ما باید حق خودمون رو بخوایم. از بچگی که ما توی سیستم آموزشی غلط جمهوری اسلامی بودیم به ما نشون ندادن که مطالبه گر باشیم. وقتی چیزی از ما میخوان بگیم چرا، چرا این حق ما اینجاست، چرا اینجوری داره میشه، این مطالبه گری رو به ما نشون ندادن. و چون که توی سیستم آموزشی نبود، بعدها توی خانواده هم همین بیشتر شد و ما اون مطالبه گری رو یاد نگیدیم. ولی الان توی این اعتراضات اخیر ما دیدیم که مردم مطالبه گر هستن، مردم حقشون میخوان و به خیابونا اومدن. زمان انقلاب، حالا کسایی که قدیمی هستن و سنشون به انقلاب میرسه کاملا شاهد بودن و ما عکس ها و فیلم ها شدیدیم. زمان انقلابی که سال 57 هم رخ داد، مگه مردم نیومدن خیابون؟ مگه ماشین آتیش نزدن؟ مگه سطل آشغال آتیش نزدن؟ چرا؟ اون موقع بهش میگونن خروش غیرت مردم و انقلاب مردمی، ولی الان شده اختشاش مردم، شده چیزی که مردم با خشونت و اختشاش اومدن علیه نظام و علیه امنیت ملی دارن انجام میدن.
اگه انقلاب بوده اینم همینجوری انقلاب هست. مردم الان اتفاقا این اعتراضات اخیر خیلی متفاوت بود با اعتراضایی که سالهای قبل بود. مردم خیلی آگاه‌تر اومدن تو خیابون، پمپ بنزینا رو آتیش نزدن، اماکن عمومی رو آتیش نزدن و فقط اومدن حق خودشون رو بگن. و اگه خشونتی هم بوده از طرف ماموران نظام و مزدوران نظام بوده. حالا من کوتاه صحبت کردم، وقت دیگرانم نگیریم و همونطور که شما گفتید این جمع واقعا داره به سمتی میره که هر کسی یک برداشتی برمی‌داره از این ثمره این گفتگوی واقعا ارزشمندی که انجام شد و یاد میگیره که چطوری هر جایی که بوده و هر کاری که میکرده با یه لول بالاتر یا یه بعد عمیق‌تری اون کارش رو ادامه بده و حتی شاید گسترش بده دامنش رو. و واژه‌هایی که به کار بردیم واقعا قشنگ بود: دادخواهی، حق‌خواهی، مطالبه‌گری و افزایش آگاهی، دونستن قوانین. و حتی من توی چیز خوندم که به امید رهبران دنیا و اینکه اونا یک کاری بر ما بکنن نباشیم، بلکه سعی کنیم خودمون بنویسیم، مکاتبه کنیم با عکس، با تصویرهایی که بخش میکنیم، با هر شکلی. حالا اینا رو میشه روش صحبت کرد. فکر میکنم خانم ممتازی هم به عنوان آخرین نفر بفرمایید، چون بعدم منم یه جمع دیگه دارم از خدمتتون خارج میشم. خانم بیرجندی. خسته نباشید رها جون، انشالله که همیشه موفق باشید، بودید و هستید. من اصلا نمیخوام نه صحبت خیلی بکنم نه صحبت. من یک جمله ای که یک بیتی رو از شاعری همیشه مد نظرم وقتی این چیزا رو میبینم یاد میفهمد که هیچ درنده نوع خود ندارد، از چه ما نوع خیشتن بداریم. یه درنده درنده دیگر رو نمیاد. ما اگه انسانیم، بوی انسانیت برده باشیم، باید عاطفه انسانی داشته باشیم. لباس پوشیدن لباس انسان دلیل و این نیست که ایشون انسانیت رو میفهمه و میدونه. عمل بهش اون وقت میفهمی که انسانه. و درود به شرف هرچی ایرانی که الان با جون خودش داره مقاومت میکنه که اون آزادی رو به دست بیاره، اون چیزی رو که نداره و اون چیزی رو که باید داشته باشه. من نوعی باید حمایتمون رو به قول همه دوستان که اینجا واقعا حرفای قشنگی زدن، مطالب جالبی رو گفتن، به اون بیاییم و بتونیم حداقل چهار تا جمله، چهار تا عکس، چهار تا چیزه. ما کشور ما خیلی مهسا جانهای زیادی رو ندا آقا سلطان انباه اقسام این بچه دخو منا چیز یادم رفت اسم 17 ساله که تیربارانش کردن، اون برای چی بود؟ اون برای چی بود؟ چرا؟ چی کار کرده بود؟ ما به خودمون باید بیایم پس با واقعا طلب یعنی زو چیز بریم واقعا بگیم حالا نامه بنویسید تظلم خواهی کنیم، به هیچ جا نرسیدن. مردم دیدن شاید ماها رو که ما با تظلم خواهی به هیچ جا نرسیدیم. چطور جوانای ما دارن سخت جامعه اینطوری خونشون ریخته میشه، مگه میشه دست بکشن؟ الهی که به امید حق هر چی زودتر موفق بشن. خیلی ممنون خانم ممتازیان، خیلی خیلی ممنون. من فکر میکنم هر کدوم از ما همطور که شما گفتید به یه نوعی باید این آگاهی رو به تمام مردم دنیا برسونیم، به دلیل اینکه اونچه که در ایران داره اتفاق میفته فقط مربوط به مردم ایران نیست. همطور که یکی از دوستان اینجا گفتن و منم کاملا به این موضوع معتقدم، زن ایرانی، زن که ظلم ببینه، مهم نیست کجای این دنیا، کدوم جغرافیا، کدوم مرز قرار گرفته، اون زن در واقع پایه و ستون خانواده است. نسل آینده به اون از اون پرورش پیدا میکنه. هر جای این دنیا که بهش ظلم بشه یعنی آینده این دنیا داره در خطر میفته. این جهان جهان ناامنی میشه. و هر جایی که جنبش اتفاق میفته برای دادخواهی، من میخوام این کلمه رو یاد گرفتم، و حق خواهی و مطالبه گری، همه مردم دنیا باید ازش حمایت اولا آگاه باشن، شاید خیلی کسای آگاه نیستن، و بعد حمایت کنن هر شکلی که میدونن، به دلیل اینکه همه ما در سرنوشت هم دخیلیم. این دنیایی که یک کرونا به ما نشون داد چطور هممون به هم وصل هستیم، همه چیزمون به هم وصل، اقتصادمون، پیشرفتمون، تمدنمون، همه چیز. بنابراین باید
اینو متوجه باشیم که ما هممون در سرنوشت همدیگه سهم داریم، فارغ از اینکه کجای این جغرافیا دنیا و این جغرافیا قرار گرفتیم، به لحاظ خاکی، چه سنی، چه جنسی، چه فکری، چه اندیشه‌ای، چه قومی، چه رنگی، هر چیزی. و این به نظر من قیامی که در ایران اتفاق داره میفته، بیشتر از اون که فقط مربوط به خود ایران باشه، میتونه یک نگاه جهانی داشته باشه. یعنی یک از ما ازش استفاده کنیم برای اینکه این دیدگاه رو به دنیا نشون بدیم. خیلی خیلی ممنونم از همه دوستان. نمیدونم خانم بیرجند شما چی تصمیم میگیرین، ولی متشکرم از شما خانم ثابت عزیز. اول واقعا تشکر میکنم از شما که حضور داشتین تو این جلسه استفاده کردین، و همینطور تشکر میکنم از مخاطبین شما که تشریف آوردن اینجا و تو این جلسه با ما همراه بودن در کنار سایر اعضای کانون دفاع از حقوق بشر. من فقط نکته که میخوام خدمت هم عزیزان عرض کنم، طبق گفته که جناب شفایی فرمودن، ما فردا هم جلسه در همین اتاق با همین لینک داریم. خوشحال میشیم قدمتون به روی چشم همه ما تشریف بیارین که با همبستگی اتحاد حمایت کنیم بچه ها رو و تمام کسایی که در راه مبارزه هستن الان. و همینطور از روز دوشنبه شب هم در کلاب هاست، کلاب بشریت که در واقع کلاب خود کانون دفاع از حقوق بشر هست، هم اتاق خواهیم داشت. ممنون میشیم که ما رو فالو کنید، اونجا باشید در کنار هم و دوباره این همبستگی رو با هم ادامه بدیم. من آقای پرویزی بفرمایید، خواهش میکنم بعد از صحبت ایشون جلسه رو تموم میکنیم. خانم دکتر ثابت هست. ممنونم از شما، مرسی خانم بیژندی که توضیحات کامل رو دادید. من فقط خواستم خدمت رو عرض کنم که ما در کمیته های مختلفمون هم باز جلسه دارن، یعنی پس فردا کمیته اقوام در مورد حالا اقوامی که در این زمینه در اعتراضات هم حضور داشتن، هم خب چه بلاهایی سرشون اومد و چه اتفاقاتی افتاد. در خصوص زنان روز سه‌شنبه جلسه داریم که خب زنان، نقش زنان در این اعتراضاتی که الان وجود داره. یعنی من از همه شما عزیزان دعوت میکنم که حتما در این جلسات شرکت کنید، چون که میدونم واقعا با حضور شما عزیزان، حضور دیگر دوستان و حضور حتی خانواده های خودتون، دوستان خودتون میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. کما اینکه امشب ما خودمون در این جلسه خیلی آموختیم و نظرات دیگر دوستان رو شنیدیم، حالا مخالف موافق فرقی نمیکرد، ولی در هر صورت این تبادل نظره باعث شد که یک هماهنگی بین همین جمع پیش بیاد و مطمئناً اگه جمع گسترده‌تر بشه این اتفاق بیشتر خواهد افتاد و زنجیروار میتونیم به یک اتحاد و همبستگی واقعا عظیمی برسیم. مرسی، من فقط خواستم این رو خدمتتون عرض کنم. ضمن اینکه ما روز چهارشنبه هم باز جلسه داریم، یعنی تا خود سیام هر شب جلسه داریم، حتما فراخوانش رو خدمت دوستانم اعلام می‌کنیم، اشاره می‌کنیم، منتشر می‌کنیم که تشریف بیارید. ممنون میشم اگر که تشریف بیارید و ما از نظرات شما بتونیم استفاده کنیم. مرسی و خسته نباشید. مرسی. قبل از اینکه تمام کنیم، خانم بیرجندی، آقای آرمی و آقای سبزیان صحبت کنن کوتاه، ولی لطف میکنید ساعت و لینک، گفتید همین لینک ساعت برنامه رو الان توی چت بذارید تو این فرصت، منم چون ندارم و مایل هستم که فردا. بله بله، چشم. الان من تو چت می نویسم، در ضمن لینک کلاب هاوس هم میذارم برای عزیزانی که از روز دوشنبه خواستن. آقای آرمینم اگه لطف کنن. بله آقای بله، صحبت کنم و بعدم آقای سبزی است. خانم ثابت، خیلی ممنون از شما دوستان وقتی که گذاشتین. منم به همه دوستان تسلیت میگم، بسیار سپاسگزارم، خیلی لذت بردیم از این تصادم افکاری که از همه جهات عزیزان مشارکت کردن. من خیلی نمیخوام مطلبی اضافه کنم، فقط میخوام یادگیری خودم از جمع بگم. ما واقعیت و واقعیتی بیان میکنیم که ما میدونیم خونی که بیگناه ریخته بشه به هر دلیل نتایج و ثمراتی داشته خواهد داشت. یعنی اینو با من که باور، یعنی این های که ولی در تمام این چیزی که من توی طول این جلسه یاد گرفتم، از خودم خواهم پرسید، سوالاتی هست که نه از دوستان که الان دارن متاسفانه جونشون از دستن یا دارن ستم میکشن یا دارن بازداشت میشن، سوالی هست که من از خودم از این امروز به بعد خواهم پرسید که وظیفه من از امروز به بعد و در این ثانیه و در این گذر ایام نسبت به هموطنان ایرانی خودم چه خواهد بود. میخواد کارگر باشه، میخواد اقلیت باشه، میخواد کودک باشه، یعنی سرویسی که من از این به بعد
به پاس این از خودگذشتگی و جانفشانی مردم ایران خواهم گردون به این جامعه چه خواهد؟ مرسی که این سوال برای من هم ایجاد کرد. بسیار عالی. جناب سبزیان هم اگه کوتاه بفرمایید خیلی ممنون و بعد خدافظی. خیلی ممنون که دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. خدمت رو عرض کنم که من بیشتر خیلی دوست داشتم چون امروز مجموعه سه کمیته هنر و هنرمندان، جوان و دانشجو و اینکه پژوهش بود و بیشتر خیلی دوست داشتم در مورد این سلبریتی ها و هنرمندانی که سکوت کردن در مقابل در مقابل مردم ایستادن بیشتر صحبت می شد. و حالا من چون اوایلش نبودم، اول جلسه بیرون بودم و تازه دانشگاه رسیدم، ولی خدمت رو عرض کنم یکاش دوست داشتم بیشتر، حالا من اوایلش صحبت شده با من نبودم، ولی یکاش بیشتر در مورد این هنرمندانی که سکوت کردن، همین هنرمندانی که ما بزرگشون کردیم، همین هنرمندانی که ما اینا رو رسوندیم به این جایی که بتونن به اصطلاح تریبون داشته باشن و بتونن صحبت کنن، یکاش بیشتر در مورد اینا صحبت میکردیم و در مورد اینکه سکوت میکنن. و باز هم تاکید میکنم به اعتقاد شخصی بنده الان فقط دو گروه هستن، یا با مردم یا ضد مردم. ممنون، خسته نباشید. قربانتون. من فکر میکنم مطلبی که شما گفتید خیلی ارزشمند پرداختن بهش، منتها با این روی کرد که همینطور که میدونیم کسی رو قضاوت نمی کنیم، ولی نگاه میکنیم ببینیم چطوری هر کدوم از ما با بالا رفتن آگاهیمون میتونیم سهممون رو در این تغییری که داره اتفاق میفته در واقع انجام بدیم. همونطور که دوست قبلی آرمینم گفت، سهم من چیه در پیوستن به این دریایی که قطره قطره داره بهش اضافه میشه تا این رودخانه اضافه بشه، دریایی که بتونه تغییرات به وجود بیاره. خیلی ممنونم از کانون حقوق بشر و خانم بیرجندیان که منو سهیم دونستن. خیلی خیلی ممنون. ما سپاسگزاریم. مرسی که اومدین. از همه تشکر میکنم. واقعا خسته نباشید. میگم خدمت همگی و فقط حمایت، حمایت، حمایت. به امید آزادی ایران. موفق و پایدار باشید. به امید آزادی ایران. خدا نگهدارتون. خداحافظ همگی. خدا نگهدارتون.